فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم، سعید بهبهانی هستم. در این آخرین جمعه سال 1402 و ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو تقدیم حضور شما نازنینان میکنیم. امروز هم 25 اسفند، یعنی دیگه عیده، عیدت مبارک، و 15 ماه مارس. چه ایام دلانگیزی بود واقعا نوروز و نوروز پیروز. چه تو فقط یه مکافات داشتیم، اونم مشق عید بود. بی وجدانات خیلی سیستمشون اشتباه بود و میگه چرا انقلاب شد. اینجا اصلا از این حرفا تو نظام آموزشی سالهای ساله که از بین رفته، نه اینکه اینجا وجود نداشته، اینجا صد بدترش وجود داشته. حتی مدارس ملی و خصوصی و شبانه روزی و مدارسی که وابسته به کلیساها و اینا بودن، تنبیه‌های سخت. الان خب اسناد و مدارکش بیرون اومده، حتی به قتل می‌رسیده، دانش آموز رو می‌کشتن. و ولی به حال اینها رها شدن، ما هم حتما رها خواهیم شد. و جامعه، جهان، مردم در یک شرایط دگرگونی به سر میبره. هیچ دوره از تاریخ این شرایط وجود نداشته، اونم به خاطر صرفا سرعت علم است. من توجه شما رو به راستی جلب میکنم به برنامه های آقای دکتر ضیاء صدرالاشراف و فرمایشات ایشون. هلا، خدا شکر دشمن بود که در حقیقت موضوعات خوبی رو پیش کرده، کتاب‌های خوبی رو میاره و برای ما شروع میکنه در حقیقت خواندن و توضیح دادن راجبش و اینکه چه میگذره، واقعا چه اتفاقی داره پیرامون ما میفته. حتما دعوت میکنم که اون برنامه رو دنبال کنید. اساسا برنامه های تلویزیون میهن رو وقتی من خودم مقایسه میکنم با سایرین، میبینم که واقعا خیلی 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 پیش رفته است. ببخشید دوستان، ما یه گرفتاری برامون پیش اومد، حالا در خلال برنامه بهتون توضیح خواهم داد که ببینید که من 3 هفته
چجوری اسیر شدم و گرفتار این بازی هستم. رفت چرا؟ زنگ زدید منتظر شید پاسختونو بدم. نمیشه. مثل که باید گذر کنیم از این. بله باید گذر کنیم از این. شدنی نیست فعلا. بله عرضم به حضور شما که بذار این نکته که اصلا مهمتره به عرضت برسونم و شما هم حواستون رو جمع کنید و دقت کنید، مخصوصا کسانی که بیزنس کوچیکی دارن مثل ما و یا اونا هم که حتی بیزنس بزرگ دارن فرق نمی کنه. اون هم کلاهبرداری است. سال گذشته اینجوری که آمار نشون دادن و گفتن بالای 400 میلیارد دلار کلاهبرداری شده و ولی فقط 130 میلیاردش رو رسما اعلام کردن و به خاطر اینکه التهاب در جامعه ایجاد نشه و نظام به هم نریزه و اینها و مردم وحشت زده نشن این میزان اصلی رو اعلام نکردن، ولی خبرها نشون میده که بالای همونطور که گفتم بالای 430 میلیارد دلار کلاهبرداری شده و این رقم کوچیکی ابدا و اصلا و ابدا نیست. چندی پیش ظاهرا یک کسی جزء این گروه های مافیایی به حساب پیپر ما دسترسی پیدا میکنه، به قول فرنگی ها هک میکنه این حسابو و وارد سیستم میشه و به پیپل میگه که شما به جای اینکه پول رو بریزید به حساب بانک اف امریکا که بانک ما هست، من سال هاست در حقیقت تنها بانک باش کار میکنم همین بانک اف امریکا است، در ارتباط با میان تیوی و میگه که نه شما از این به بعد یه بانک دیگه گرین یه چیزی بانک اون رو معرفی میکنه و میگه که شما پولا رو بریزید به این حساب. و خب چون پولی تو حساب ما که نیستش که هیچ وقت خدا رو شکر، بعد میره درخواست میبینه که چون حساب رو هک کرده و همه پیچ و خمش رو پیدا کرده درخواست وام میکنه و میگه که بله من وام تجاری نیاز دارم و اونا هم 6000 دلار وام در اختیارش قرار میدن و این آقا این هر کی آقا خانم هر کی هست این 6000 دلار رو بر میداره. بعد میره مجددا از ببخشید بفرم هلو. سلام آقای بیگانی. سلام عزیزم. آقای بیگانی حال شما چطوره؟ تشکر از شما. این عیدت مبارک. قربان شما. عید شما مبارک. این رادیو، پخش رادیو و تیوی بکنم یه مقدار قرقاتی شده. من از برنامه‌تون اولش دست دادم چون فقط به رادیو داشتم گوش میدادم. الان فکر کنم درست. من خواستم همین ممنون. فکر کنم درست. ممنون از توجه. قربان شما. خوب. آره این هم یه موضوع دیگه است. اینم یادم باشه که به نجوه شرف است.
بذارین همین موضوع رو ادامه بدم، بعد میام راجبش اینا همه یکی یکی توضیح میدم. خلاصه 16 دلار رو ور میداره و میره و بعد هم میاد از کردیت کارت های دیگران، معصومه، پروانه، نمیدونم، همه این مردم شهر از کردیت کارت های اونا استفاده میکرده و مبالغ بزرگی رو به اندازه‌ای که کردیت کارت جا میداده، چون رقم ها متفاوته، 270 دلار داره، 560 دلار داره، 2000 دلار داره، 3000 دلار داره، همینجوری از حسابای اونا واریز میکرده به پیپل و سریعا از پیپل خارج میکرده و میریخته به حساب اون بانک گرین که خودش معرفی کرده بوده. ما هم از اونجایی که در حقیقت فقط آخر ماهه که چند نفری به ما رو حمایت مالی میکنن، من زیاد دیگه نمیرم اینا رو نگاه کنم قصه دار بشم، گاهی نگاه میکنم و از این امکانی که خود پیپل در اختیار میذاره که آقا هرچی عملیات انجام میشه یا به قول فرنگی ها ترانزکشن انجام میشه لطفاً یه نوتی به من بدم، خبر نداشتم پیروز تو این درگیری ها متوجه اینم شدن که اونم علامت زدم که هر کاری میخوای بکنی قبلش ما خبر بده. بعد میره از کردیت کارت های مردم، گفتم پول میگیره میرزه به این حساب و حساب هم زده. مردمی که صاحب کردیت کارتشون بودن متوجه میشن که میهن تیوی کیه، ما اینو نمیشناسیم، این کیه، کلاهبرداری چیه، طبیعتا اعلام کلاهبرداری میکنن، فراد میگه بهش و میگه که این فراد، یه جور کلاهبرداریه و پیپل هم میگه خب اگه اینطوریه ما پول شما رو پس میدیم. ولی از اونجایی که تو حساب پیپل پولی نبوده و این آدم همه پولا رو برمیداشته میرخته تو حساب خودش، پولای مردمو، پیپل چون دسترسی داره به حساب بانک من، همون بانک و امریکا، به خاطر پرداختای صورت حسابای اینترنت و غیره و زالک که گوگل و نمیدونم حسن و تقی و پروانه و همه بخشی رو ما از طریق پیپل پرداخت میکنیم، پیپل دسترسی داره به حساب بانک من، اجازه داره که هر وقت دلش خواست بره به اندازه طلبش از حساب من برداشت کنه. خب حالا این یارو این پولا رو کشیده، مردم اومدن شکایت کردن، پیپل هم باید پول مردم رو پس بده، از جیبش که نمیده، دست میکرده در خزانه غیب و اندوخته ما رو ور میداشته و پرداخت میکرده. من یه وقت نگاه کردم تو حساب بانک، دیدم که بله ما چقدر عقب عقبه، چرا اینقدر ما حسابمون داره قرمز میشه، و نگاه کردم پیپل که این پولا رو برمیداره. خدا روز بعد برات نیاره. تماس گرفتم با پیپل، باید با یه ماشین حرف بزنی، اولا زنگ میزنی یه شماره بهت میده، میگه این 6 شماره رو وقتی طرف گوشی رو برداشت، این 6 شماره رو اول بزن تا طرف گوشی رو برداره، تا اتصال برقرار بشه. بعد که زنگ میزنی و حالا این 6 شماره رو وارد میکنی و میگه نفهمیدم، دوباره بزن، متوجه نشدم، دوباره بزن. از این محله خانه اول که عبور کردی میرسی به اکوان دیف. حالا یه یارو تو هندوستانه، تای مکزیکه، نمیدونم اونور ماچین و چینه. مام که انگلیسیمون الحمدلله رب العالمین به اندازه فارسیمونه دیگه، نه بابا کمتر از فارسی، نمیفهمین یارو چی میگه. که یه بار داشتم با یارو حرف میزدم، صدای قوقل قوقل خروس و اردک و اینا، گفتم مگه تو آفیس تو اداره نیستی؟ گفت نه من امروز از خونه دورکاری میکنیم.
گفتم تو داری دورکاری میکنی یا به مرغ و خروسا دون میدی؟ خلاصه ما که نفهمیم اینا چی میگن، مجبوریم قطع کنیم، دوباره زنگ بزنیم، دوباره داستان شیش شماره، دوباره سه باره، چهار بار. باور کن از 28 مارس تا دیروز 14، از 28 فوریه تا 14 مارس من همینجوری رو خط تلفن. خب منم از صبح تا دوی بعدظهر که نمیتونم این کارو بکنم، مثل الان که در خدمت شما هستم ساعت 2:04 است. خب بعد این برنامه تموم شه، این مدار کارا انجام شه، آپلودا شروع شه، من آزاد بشم برم پای تلفن و کارهای دیگر رو انجام بدم. حالا یه کار و دو کار که نیست، بالاخره هم امر شخصی هست هم یه مؤسسه است این دیگه، باید اون کارهای مؤسسه رو باید انجام بدی مثل هر مؤسسه دیگری، حالا کوچیک و بزرگش فرق نمیکنه، کارش کاره. حسابداری باید بری، نمیدونم دارایی باید بری، ثبت شرکت ها، هر روز یه داستانی داری. خلاصه و بالاخره دیروز حالا گفتن که نه همه اینا حل شده. من چون اینا رو هفته پیشم به هم گفته بودن حل شده و متاسفانه روز دوشنبه رفتم حسابو وا کردم که او حالا $10,000 ریختن به حسابم و این خطرناکتر از اولیه. اگر یه وقتی یه چنین اتفاقی برای شما دوستان افتاد، تجربه من به شما میگه که اگر یه وقتی پولی اضافه ریختن به حسابت، جان من اون پوله رو دست نزن، سریع به اون مرکز اطلاع بده، چون اون خطرناکتر، گیر میفتی، پاد میره توی چاله بزرگتر، بدتر از اونیه که پول حسابت برداشتن. بنابراین به اون پول هرگز دست نزنی. منم از ترس این تجربه زنگ زدم بهشون و خلاصه تا دیروز گفتم آقا شما باید یه نامه بنویسید کتمن به من اعلام کنی که هم out of the hook، منو از این بازی بیرون کردید، من هیچ بدهی به شما ندارم، هیچ گناهی ندارم، شما به من مبلغی بدهکارید. اینو بنویس رو کاغذ به ما بده، نکردم، مسئله حل میشه دیگه به همین سادگی. به همین سادگی. البته یاد باشه اون تلفن ها و اون مکافات ها و برخورد با هندی و نمیدونم چینی و مکزیکی و اینا، مجبور میشدم تلفن ها رو قطع کنم تا صدای یارو میومد، میدم که عجق و عجقه قطع میکردم و انقدر زنگ میزدم تا به یکی بخورم که اقلا لهجه زیاد نداشته باشه، قابل فهم باشه اون چیزی که میگه، من درک کنم که چی میگه. اما این فقط همه ماجرا نیست. حالا تو فکر کن تو این شلوغ بلوغی های مملکت، توی اتفاقاتی که در حواشی ما داره میفته و نمیدونم مازی سلیته و لکاته و همه اینا رو ما داریم، حالا ما درگیر اینیم، کنار این دو تا ایمیل اومد از عزیزانی که آقا ما میخواستیم کمک مالی کنیم، رفتیم میگه پیپل میگه حساب is suspended. ساسپند کلمه خوبی نیست و ما چیکار کنیم. منم توضیح دادم که متاسفانه اینطوریه، باید صبر کنیم تا این داستان حل شه. حالا شما پیش خودت فکر کن، شما وقت گشنته میری دم ساندویچ فروشی، میگه آقا یه ساندویچی به ما بده، پولش هم 7.5 تومن بفرما، اینم ساندویچ، خداحافظ. اگر این ساندویچ فروشی یا اغذیه فروشی غذای مطبوع شما رو نداشت، خب می دکون بغلی. ولی اموری مثل این که میخوای صدقه سریع یه کمکی بکنی، در این لحظه حسی به شما غالب شده که آقا برم و کمک کنم به این تلویزیون،
رسانه خوبیه، برنامه خوبی داره، بریم بهش کمک کن. وقتی میاد این اتفاق براش میفته، این یه ساعت دیگه، ده دقیقه دیگه که اون حس رو نداره که میره. پس یه مدونه مشتری به قول معروف پرید. البته این دوستان ظاهرن بعدش تماس گرفتن که ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم و من ازشون تشکر کردم. ولی حالا چند نفر بودن که تماس نگرفتن اینا، من که نمیدونم که. ولی اون اتفاق اون حس و اون لحظه حسش اینه که این کارو بکنه، لحظه بعد اون حس رو نداره، خب یه واقعیت و درست. از طرف دیگه با توجه به فسادی که وجود داره، بی اعتمادی که وجود داره، بی اخلاقی که جاری و ساریه، به خودم میگم یعنی چی؟ من سالهاست حساب پیپل دارم، از چیزانی دیدی گفتم اینم مثل شینشین کلاهبرداری کرده، کریدیت کارتای مردمو ازش سوء استفاده کرده، اینم حسابشو مثل شینشین بستن، دیدی گفتم همشون یه جنسه. و یک در حقیقت سمی منتشر میشه. چه میدونی که مثلا همین شینشین و اینها یا آدم های دیگه که امروز دیگه نیستن خوشبختانه، وقتی که تلویزیون ها داغ بودن و اینها، مردم واقعا عاشق و ایران دوست میگفتن خب اینا راست میگن دیگه، بریم یه کمکشون بکنیم و یه کریدیت کارتشون رو میدادن به این تلویزیون که آقا ما 20 دلار ما 50 دلار ما رو شارژ کن. از جمله کسا نزدیکترینش زن عموی من و عموی من که پیرمرد پیرزن زحمت کشی بودن، واقعا زحمت میکشیدن که اموراتشون بگذره توی آمریکا و از اون مملکت فرار کرده بودن، اومده بودن اینجا، به اینجا پناه آورده بودن و شینشین از کارت اینا سوء استفاده میکرده و اینا تا مدت ها متوجه نمیشدن که این بابا بهش گفته دن آقا بیا 50 دلار ورده، این هر دفعه هر ماه 250 دلار حساب اینا پول برمیداشتی. و وقتی هم که بهش گفتن و اینا گفته حالا چیزی نیستش که فلان و من پولتون رو پس میدم، که هرگز پس نداد. و بهشون گفتم خب کریدیت کارتتون رو عوض کنید، برید به بانکتون بگید یه کارت جدید بهتون بده. از اینا زیاد بودن و به همین دلیل اون ماشین شارژ رو ازش گرفتن و دیگه اون نمیتونه ماشین شارژ داشته باشه. به همین دلیل یاسر و ناصر و اینا که میبینیم تو اون تلویزیون میدونن این ورور میگه بله تلویزیون مال ایناست و فلان، راست میگه، برای اینکه خودش نمیتونه داشته باشه، به اسم اونا این کارا رو داره انجام میده. البته موضوع مردم اونا خودشون برن روشن کنن، ولی خواستم توضیح داده باشم که چی گرفتاری این مدت 3-4 هفته من باهاش درگیر بودم و هنوزم مسئله حل نشده و هنوزم مشکل دارم. البته الان نگاه کردم حساب باز شده و میشه نقل و انتقال انجام بشه، اما با همه اوصاف روزگار غریبی است. حواستون جمع باشه، حساباتون رو هر روز یا حداقل دو سه روزی بار کنترل کنید که مثل من توی هچل نیفتید. موضوع بعدی که خواستم تو این آخر سالی به توضیح بدم، خصوصا راجع هم مثلا این برنامه خودم، من با هزار تا فکر و طرح تو مغزم بود که بسیار خوب بریم راجع به 1-2-3 اینا حرف بزنیم،
ولی وقتی که اومدم اینجا نشستم، خواستم این سیم و سیخ و سیخ و سپایه رو به لامپ وصل کنم، نشد. و از ساعت 12 که برنامه آقای آلبرت تموم شده بود و 12:30 مثلا اینا تموم شد، من گفتم خب حالا ساعت 1 حتما شروع میکنیم، ما 45 دقیقه وقت داریم، بریم یه چایی بخوریم و بیایم و سیما رو وصل کنیم و اینا. آقا اسیر تا همین الانی که چقدره؟ 25 دقیقه وصل شدیم بشون. یعنی 1:15 ما اسیر این بازی بودیم که بتونیم تلفن رو وصل کنیم به کامپیوتر، کامپیوتر رو وصل کنیم به اون، اونو وصل کنیم به این، اینو وصل کنیم به اون، تا بتونیم بیایم در خدمتت باشیم. و هر چی در ذهنم بود پرید و الان بلانک بلانک در خدمت شما هستم. لذا میرم مدد میجم، میجویم از در حقیقت ایمیلایی که شما در طی این مدت برای من فرستادید و بریم یکیش از اینا رو ببینیم که یک بانوی بزرگیه. وقتی نگاش میکنم اینم یک کارمند دولت بازنشسته است، مثل مادرم، مثل مرحوم مادرم. و ولی چقدر لطافت دیگه میسون. دو ما دیگه عیده و قراره عیدی ها رو برات بریزن، عشق کنی ها. خوش به حالت. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، از کوری چشم دشمن اول میرم طلا فروشی، چند مسقال طلا ازش میخرم، بعدن میرم از سر تا نوک پا لباس های مارک میخرم با عیدی ها. بعدن میرم فروشگاه همه چیزامو میخرم. مثلا چی؟ مثلا مایحتاج خونه. بعدن میرم ناصر آجیل و شیرینیمو، آجیلم و شکلاتمو میخرم. بعدن میرم تبریزیان شیرینیمو میخرم. بعدن از همون عیدیه میگیرم میارم میذارم، یکی 100 تومن عیدی میدن. آخه دیگه من این دولت چی میخوام؟ والا ما خیلی بی چشم رویی، اصلا ما چشم رو نداریم. اینقدر داره لطف میکنه در حق ما. پس عیدت مبارک پیشا پیش. عید دولتی ها مبارک. بله، کاری بود از آقای ابراهیم و کاوه و دوستانش در کانال تلگرامی روشنگران مزدور ستیز. من یه سری کانال های تلگرامی است که واقعا پیشنهاد میکنم به شما عزیزان که در تلگرام دنبال اون بگردید. یکیش hazl.com، کانال تلگرامی فدوی خودمون آقای امیررضای رحیمی. این به راستی هنرمند یگانه، یک شاعر درجه یک، خطاط و طنز پرداز، طنز پرداز بی نظیر، واقعا بی نظیره. چون یه سری آدم ها هستن حرفای زشت میزنن، خب حرف زشت زدن فوش دادن و اینا که به این نمیگن حرف خنده دار، به این میگن حرف بی تربیتی. بفرمایید عزیزم. جانم سلام عرض کردم آقای بهبانی. به لیلای عزیز من عیدت مبارک نازنین. عید شما هم مبارک. قربانت. قبل از اینکه برنامه تموم بشه بیام رو خط بگم بسیار سال خوبی در پیش داشتم که با میهن در تماس بودم و امیدوارم در این سال جدیدم بیشتر و بیشتر با میهن در تماس باشیم. حتما. و دستشیرمون هم بیشتر باشه. قربونت برم. مرسی عزیز دل. برای بهترین آرزو میکنم. سال و سالیان خوبی. مرسی. یک دنیا ممنون. خدا ممنونم.
قربونت برم. مرسی نازن، سال خوبی داشته باشی. مرسی. بازم میگم ما ندیده و نشناخته راجع به آدم ها قضاوت میکنیم. یکی از زشتی های ما هم همینه که نادانسته قضاوت میکنیم. این لیلا اولا از یک خانواده بزرگه، از یک خانواده محبوبه و نمیدونم دوست داره بگیم اینا رو یا نه. نه دوست نداره، نمیگیم. ولی با خانواده پهلوی خیلی نزدیکه، مثل دختر خاله، پسر خاله، نمیدونم دختر خاله، دختر دایی، اینطوری. سوای این انسان خوشقلبی است، انسان یاری رسان است. یه موقعی دو عزیزی از ایران رکاب زدن دور دنیا. او خیلی پیش از نه 88 و احمدی نژاد و دوره خاتمی بود، دور دومش، و پیام‌آور صلح بودن به دنیا که آقا ربطی ما به این حکومت پوفیوز نداریم، مردم با این حکومت دو موضوع کاملا مختلف و جدا هستن، پس بنابراین ماها رو با همدیگه قاطی نکنید. خیلی مهم بود اون دوره و طبیعتا به خاطر پیامی که اون دو چرخ سوار داشتن، فدراسیون چرخ سواری، سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش، این مزخرفات، طبیعتا هیچ کمکی به اینا نکرد و اینا با اندوخته ای که دوتا داشتن، دوتا جوان داشتن، رافت دادن دور دنیا. البته به هر شهر و روستایی که می رسیدن، خب اگر ایرانی اونجا بود مطلع می شد اینا. اون موقع هم داستان شبکه اجتماعی مثل امروز نبود، توییتری وجود نداشت، نمیدونم فیسبوک بود، اون دیگری پلتاک بود، نمیدونم اینایی که امروز هست، خلاصه توییتر و اینستاگرام و کلاب هاوس و اینا وجود نداشت و اساسا مثلا فیس تایم اینا وجود نداشت. فیسبوک تازه شروع شده بود و داشت کار میکرد. اینا از طریق فیسبوک و اینا خبر میدادن و مردمی در شهرهای مختلف به استقبالش میرفتن. از جمله وقتی که به اینجا رسیدن، به آمریکا رسیدن، لیلا واقعا برای اینا زحمت کشید و به هر ایالتی که میرفتن پیشاپیش به دوستانی که داشت در اون ایالت یا کسی رو پیدا میکرد که دوستی داشته باشه تو اون ایالت خبر بده و در اون ایالت برای این بچه ها امکاناتی از قبیل خواب و خوراک و بالاخره پول تو جیبی و اینا در اختیارشون قرار بدن. یک انسان عاشق وطن. من اهل چاخان پاخان و دروغ و اینا نیستم، تلاش میکنم که نباشم. بارها تعریف کردم که سال 94 توی سفری که داشتم همراه برادرام به نروژ اتفاقی افتاد و ما قراری با یک دوستی داشتیم که به قرار در حقیقت زودتر از موعد به قرار رسیدیم، ولی دیدیم بی مورده. ما الان زودتر از ساعتی که اون طرف گفته بریم، ما الان 2 ساعت زود اومدیم چون نمیدونستیم که نروژ چه جور جاییه، آدرسش چقدر طول میکشه اینا. طبیعتا زودتر حرکت کرده بودیم که به تعویق نیفته و سفر، یعنی قرار
دیر نشه. زود رسیدیم، بالاخره گفتیم نه درست نیست و بریم، بعد سر قرار برگردیم، سر ساعتی که قرار دیم. رفتیم اسلو، چای شما قالی، یه آبجو شد دو تا آبجو، دومی شد سه تا، و یه وقت نگاه کردیم ای دادی بیداد قرار دیر شد و حالا بدو بدو برگشتیم و حالا این دفعه آدرس رو گم کردیم. 130-140 کیلومتر اضافه اومدیم، یه نگاه کردیم ما رسیدیم به مرز سوئد، دوباره دور بزن برگرد، مکافاتی بود. در بین راه تقلا میکردیم که یه توجیه پیدا کنیم برای این تأخیر، و اونجا بود که تصمیم گرفتیم که آقا دلیلی نداره دروغ بگو، راستشو بگو. و از اون تاریخ به بعد به راستی تلاش کردم که دیگه دروغ نگم و هرچی هست همونی که هست رو بیان کنم. بنابراین مطمئن باشین حرفایی که راجع به لیلا میزنم این واقعیته و هیچیش کم و بیش نیست. ببینیم این ماجراش چی. آها، داستان انتخابات بوده، و چون من یکی دو هفتم بودش که در خدمتتون نبودم، نتونستم در خدمتت باشم. هیچ سهمی تو بازار نیستم، اما چون احساسم این بود که ظلم عظیمی به خیلی عظیمی از مردم شده، رفتم شکایت کردم، دلشم نکردم، مسیر طولانی رفتیم. یه نظری داشتید راجع به اینکه سه روزه میشه با حالا حکمی که از طرف ریاست جمهوری اوضاع بورس رو سامون داد، الان هم این نظر دارید و امکان پذیر هست یا خیر؟ این مقطع چون منابع حقوقی ها در خزینه نشده بود، درآمدی که کپ پیدا کرده بودن، هدفم این بود که منابع بره تو اون مجموعه صندوق تثبیت بازار و با وارد بازچرخانی خرید و فروش بشه. الان دیگه اون موضوع به لحاظ شکلی از کار افتاده دیگه، الان امکان پذیر نیست چون منابعش وجود نداره دیگه. سه روزه می شود مشکل حاد بازار سرمایه رو حل کرد. یک دستور حکومتی، یک دستور رئیس جمهور میخواهد. من خودم دارنده هیچ سهم تو بازار نیستم، اما چون احساسم این بود که ظلم عظیمی به خیلی عظیمی از مردم شده، رفتم شکایت کردم، دلشم نکردم، مسیر طولانی رفتیم. یه نظری داشتید راجع به اینکه سه روزه میشه با حالا حکمی که از طرف ریاست جمهوری اوضاع بورس رو سامون داد، الان هم این نظر دارید و امکان پذیر هست یا خیر؟ این مقطع چون منابع حقوقی ها در خزینه نشده بود، درآمدی که کپ پیدا کرده بودن، هدفم این بود که منابع بره تو اون مجموعه صندوق تثبیت بازار و با وارد بازچرخانی خرید و فروش بشه. الان دیگه اون موضوع به لحاظ شکلی از کار افتاده دیگه، الان امکان پذیر نیست چون منابعش وجود نداره دیگه. سه روزه خب اینم دروغ‌هایی است که مرسومه در انتخابات، همه جا از این دروغ‌ها میگن، ولی جامعه ایران و این حکومتی که بر مسند قدرته خب فاسده، در این شک نیست، یعنی در فساد این کسی شک نداره. بنابراین دروغای اینها یه جوری شمرده نمیشه، به خاطر اینکه حجم فساد انقدر زیاده که اینا چیزی نیب نداره، میشه از روش میپره و گذشت میکنه. یه خبری هم به عرضت برسونم و اون این که اگر دقت کرده باشید دیگه اون سیستم رو درست کردم، اگه کسی زنگ بزنه خوشبختانه شمارش نمیفته، یعنی از دو تا شبکه مختلف وصل شدیم به تلویزیون که اگه کسی زنگ زد دیگه نبینیم که کی زنگ زده و اینها. خب بذار این رو ببینیم، چون فدوی فرستاده، نمیدونم، البته قدیمی هن ولی خب هر وقت پخش کنی برای ما زیاد فرق نمی کنه. ننگ است برای یک ملتی
مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت میکنن. ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. مصاحبه کرده بودن با بعضی از شهروندان آمریکایی قبل از همین انتخابات اخیرشون، به کی رأی میدید؟ گفته بودن چه فایده، چه فرقی میکنه؟ به هیچ. همینجوری هم شد. عملا 30% مثلا فرض کنید که شرکت کرد. بله خب میدونیم که این مربوط به گذشته دور بوده، مربوط به چند انتخابات پیشین بوده و این دوره ربطی نداشت و مردم هم شرکت نکردن. خیلی خوب، حالا بذار راجع به همین با هم حرف بزنیم یه قدری، شاید شما هم سر ذوق بیایید به بحثی در بگیره. ببین اینا به حال یه حکومت، یه دولت، طبیعتا امکاناتش از من و تو و ایران اینترنشنال خیلی بیشتره. ما قوی ترینی که داریم ایران اینترنشناله که میبینی هچوه، یه چی نیست، یه اون جغله هر روز میجمع میکنه، پروین از نروژ، حسین خان از ترکیه، اون یکی، اینا همه کسانی هستن که بچه هایی هستن که دنبال اقامه هستن. به محض اینکه اقامتشو بگیره همه اینا فراموش میشه. من خیلی تو این زمینه کار کردم و بعد میان دوباره برمیگرده وقتی اقامتشو گرفت میگه آقا ببخشید من گرفتارم فلان اینا، میخوام خواهش کنم شما این ویدیوهای منو پاک کنی. چی باید بهش بگی آخه؟ خیال میکنه که با پاک کردن من مسئلهش حل میشه؟ با پاک کردن صورت مسئله، مسئله رو حل کرده؟ نمیدونه که اصلا جمهوری اسلامی به شما بچه فسقلیا براش اهمیتی ندارید، کاری از دستت بر نمیاد، قابلیت جذب نیرو نداری که، پس بنابراین خطر براش به حساب نمیاد. یه چیز عادی مثل بقیه، برو. اما خود داخله حرفم این بود، داخل کشور دستگاه حاکم دولت به خاطر اینکه دولت اشراف بیشتری داره به اوضاع و احوال تا ما در خارج کشور، هر چقدر هم که دقت کنیم، کوشش کنیم، آدمای نخبه داشته باشیم، آدمای تیزهوشی مثل مثلا آقای مصداقی و غیره داشته باشیم، ولی اینا در حکم دولت نیستن، اونقدر به موضوعات دسترسی که نداره، که سازمانی نداره که. پس بنابراین دستگاه دولت یا حاکمه میدونست که در انتخابات شرکت نمیکنه، براش اهمیتی ندار، از پیش هم شروع کرده بود یواش یواش راجبش حرف زدن که آقا مملکت خودمونه، نمیخوایم برین، مال بابام بوده، بابام رفته جنگیده، تو اصلا چی میگی؟ اگه راست میگین ما رفتیم انقلاب کردیم گرفتیم، شما راست میگی شما انقلاب کن بگیر دیگه. این حرفا رو شنیدیم دیگه، یادتون میاد اینا رو میگفتن؟ پس بنابراین اون جاش نشسته و خیال میکنه که جاش قرصه و تا این لحظه خب سر جاش. ما راجع به فردا حرف نمیزنیم، ولی تا امروز این شکلی بوده، تا این لحظه این شکلی بوده. پس آماده بود برای اینکه مردم نیان، برای اینکه اصلا برایش اهمیتی نداشت، برای اینکه خامنه ای
دوچار یه توهمه، خودشو جزء خلفای اسلام میدونه و کار رو بالاتر از اون برده، از دوره احمدی نژاد این رو در گوشش وزوز کردن که تو همان سید خراسانی هستی که وعده کرده شیعه که میاد و شرایط ورود امام زمان رو فراهم میکنه، تو اصلا خود خودش. طبیعتاً کسانی مثل اون یارو لجنی مثل مصباح در این زمینه، خب خمینی داستانش فرق میکرد. خمینی آب دیده بود، از کوره گذر کرده بود. یادم رفت شعره، هی فکر کردم شعره و آب دیده شده دیگه، گداختند و ما را آب دیده کردن. و خمینی اصلا داستانش سواست، ربطی به اینا نداره. اما یه رزالتی که اینا انجام دادن و جامعه رو خام کردن، و شما دیگه لفظ روزخون رو نمیشنوی. سال هاست که شما لفظ روزخون رو نمیشنوی، چون اینا روزخون بودن. روزخون دوزاری، پنجزاری، یه تومنی، دو تومنی، پنج تومنی، ده تومنی، روزخون سرقبرقا، روزخون یه طبقه لحش و لوش و نه دینی داشت نه ایمانی داشت، عرقشو میخورد، خانم بازیشو میکرد. میخوای چند تاشون رو اسم ببرم؟ که به صغیر و کبیر، شوهردار و غیر شوهردار رحم نمی کرد. اینا روزخونن و با تغییر نام حجت الاسلام و المسلمی ذهن جامعه رو دور کرد و خودشو به عنوان یه طبقه دیگر معرفی کرد، در حالی که همون روزخونه است. شما هیچ وقت در دوره آریامری برای روزخون ارزش قائل نبود، کسی باهاش هم صحبت و هم کلام نمیشدیم با روزخون. اما سخنورانی بودن، شخصیت هایی بوده. مثلا ما نگاه میکنیم به دکتر مشکات، یکی از اساتید برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهرانه، بنیانگذار کتابخونه مرکزی دانشگاهه. میدونی که این کتابخونه مرکزی دانشگاه، مخصوصا اون بخش گنجینه خطیش، نمیدونم چقدر شد دزدیدن این مادر به خطاها. یک ثروت افسانه‌ایه، برای اینکه اون روزگار آریامهری اساساً عصر پهلوی با شدت و حدت خودش ایران دوست بودن، خواهانه ایران در حقیقت، یعنی خواهان اعتلای ایران بودن، اینجور بگم آسان تره.
تو زمینه‌های مختلف تلاش کردن، کوشش کردن و ایران رو ساختن. زیر ساختا ایران رو درست کردن. خب همین نفت، میگی نفت، خب همین نفت رو عربستان هم داشته، کویت هم داشته، اون دیگری هم داشته، ولی کاری که تو ایران شد تو هیچ کدوم اینا نشد و اینا قفته میخوردن. به همین دلیل است که امروز این کشورها از عربستان بگیر تا ترکیه و آذربایجان و حتی ترکمنستان و قرقیزستان نمیخوان ایران ایران گذشته باشد، نمیخوان ایران سربلند باشد. لذت میبرن از این که میبینن یک حکومت احمق بر سر کاره و اونا میتونن از این سود ببرن. اصلا برایشون اهمیتی نداره که مردم در ایران دوچار چه زجری هستن، چه هرمانی دارن، چرا که تو کشورهای خودشون هم مردمشون از سطح رفاه عالی برخوردار نیستن. مثلا هیچ وقت ایران عصر پهلوی قابل مقایسه نیست با هیچ کدوم از همسایه ها و کشورهای منطقه. بنابراین این داستان انتخابات و اینکه کم اومدن زیاد اومدن میدونست، اما یه چیزی این وسط شما بهش دقت نمیکنید دوستان. خاتمی شرکت نمیکنه به تعمد اونا، حیات و مماتشون بسته به نظام جمهوری اسلامیه. اگر جمهوری اسلامی نباشد، من خاتمی رو برای فاتح خونی سر قبر پدرم هم دعوت نمی کنم. هیچ ارزشی نداره، هیچ کدوم اینا ارزش ندارن، همه اینا آلودن. اینا در همین نظام زندن، حیات دارن. حالا ببین داستان آدمایی مثل مهدی نصیری، مثل اون دیگری، مثل اون آخونده، مثل اون یکی، مثل اون. یه جمله رو به کار میبره، میگه که بله ما برانداز، براندازی، نه میگه اینا خود براندازن. میگه خب پس نقش تو چیه این وسط؟ میگه آه، ما باید خودمونو برای بعد از این آماده کنیم. یعنی میداند که خامنه‌ای که بمیرد بلوا ایجاد میشود، بنابراین باید من خودمو برای اون بلوا آماده کنم. اینا به این راحتی این رو تحویل من و تو نخواهند داد. زهی خیال باطل. خودش داره میگه. میگه خب نقش تو چیه؟ میگه من برای بعدش، برای بعدش. گوشت شنید این حرف رو؟ فکر کردی راجبش که چی میگه بعدش یعنی چی؟ نه. چرا؟ برای اینکه تو سرگرم یه بازیای لکاته و سلیته هستی. چقدر زیبا گفت امروز سیامک نادری، چقدر قشنگ تعریف کرد. او یه هنرمنده، حسش متفاوته. اگه یارو گفت مادر فلان اینا، منم میام میگم بله مادرم فلان، خواهرم فلان. آخه این جز ابتذال چی میتونه باشه اسمشو میشه گذاشت؟
سرگرمت کردن، به بازیت گرفتن. اینو فقط ببین، ببین که این وقتی بهت میگم که او یک طنز پرداز واقعی است، آقای حمیدرضای رحیمی، وقتی بهت میگم که برو تو کانال تلگرام حز.com، فقط این تصویر رو ببینید، چون دوستان ما نمیتونن تصویر رو به صورت واقعی ببینن، لذا بذار من این کار رو بکنم اگر موفق بشم. میگه انا لله انا علیه راجعون، بازگشت همه به غیر از این به سوی اوست، و عکس جنتی رو گذاشت، بازگشت همه به غیر از این به سوی اوست. لحظات پیش آیت الله احمد جنتی دار فانی را تمدید نمودن. درودی بفرستیم به این عزیز نازنین، این طنز پرداز خوبمون، آقای عرضم به حضور شما که حمیدرضای رحیمی و کانال تلگرامی حز.com‌اش بی نظیر. این آدم کم داریم، کم داریم. پس چی شد؟ ما با یه حیولا، با اهریمن در حال جنگی، فریبکاره. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. از همه مکارتره، بالاترین مکار جهان است. مثلا دارم همینو میگم دیگه، همین چهارشنبه سوری شما نگاه کن، از لطافتی که داشت خارجش کرد، تبدیل کرد به این فضاحتی که امروز من و تو باهاش روبرو هستی، و خود اینا در این کار دست دارن. رفته کتیبه گنجنامه رو با نارنجک دستساز زدن که بشونه و از بین ببره. ببینیم اینو با هم دیگه. حق بازی های اینا رو. این مربوطه به چیزه، به اون که رأی ندادم و رأی دادم و اینا رو بگذاریم ازش. داستان رأی گذشت. یارو بود که میگه من رأی ندادم ولی اینها به اسم من رفتن رأی جمع کردن. وقتی من بهت میگم اینا شیطانن، دلیلش اینه. این داستان خمینی است که در همون اوائل موقعی که خامنه‌ای رئیس جمهور و اون یکی نخست وزیر اینا رو جمع کرده و مشغول قصه گفتن، مزخرف گفتن برای اینا، و این
لش و لوشا هم چه کیفی میکنن که مرادشون اینقدر آدم احمقیست و چقدر دروغ گفت و چقدر دروغ گفت و چقدر دروغ گفت و چقدر دروغ گفت. ببینیم این رو گذشته است. مثلا مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد یه سلطنت طلب نیستن، این شکی در کار نیست. گویی که الان سلطنت طلب ها در خارج، همین دیشب هم گفتن که همه ایران سلطنت طلب هم و اعلی حضرت رضای دوم الان محبوبیتی دارد که مردم همه با او هستن. خب اینا بگن، من اعتقادم این است که این رندها جمع شدن دنبال این بچه که پولاشو عجیبش دارن. اینا میخوان اینا پولایی که پدر کزاش از مردم گرفته و حالا در بانک دست این است، با این بهانه ها ازش درارم و بعدم بخواش کنم برای سراغ کارش. و من سلاش میدنم برای سراغ تحصیل و برای سراغ کاسبی بکنم که دیگه این کار گذشته است. مثلا مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد یه سلطنت طلب نیستن، این شکی در کار نیست. گویی که الان سلطنت به. خب میبینی که با داستان ها و همین ای آی و مضرات اون چه ویدیوهایی رو درست میکنن و چجوری در حقیقت جامعه رو در حقیقت به گمراهی میکشونن. ابراهیم برام نوشته این کیسه زباله که مشاهده میکنید خانم دکتر محمد بیگی، خانم دکتر محمد بیگی نماینده جدید قزوین در مجلس شورای اسلامی است که برنامه ها و اهداف آینده خود را در مجلس آتی را ارائه میدهند. فقط من هرچی گوش کردم چیزی از مردم و شهر قزوین نشیدم. فکر میکردم وظیفه ایشان پیگیری مشکلات و نیازهای حوزه انتخاباتی خود در مرکز بشه. خب در حقیقت آقای ابراهیم درست میگه دیگه، یعنی نماینده هیچ وظیفه ای نداره الا اینکه در حقیقت مشکلات منطقه که ازش اومده انتخاب شده، از شهر و روستا هر جا، مشکلات اونا رو بیاره و براشون حل کنه، دردشون رو منتقل کنه. درست میگی. با ما بذار ببینیم که این نفله چیکار میکرده. بذار با هم ببینیم. عرصه های حوزه زنان و خانواده هم پیگیری ویژه اجرای کامل قانون جوانی جمعیت، همچنین تغییر و تحول در حوزه حکمرانی زنان رو بر اساس نظام سازی قرآنی و اندیشه های والای امامین انقلاب دنبال خواهیم کرد و در عرصه بین الملل تقویت محور مقاومت، تقویت ارتباط با کشورهای همسایه، پیگیری نظام اقتصادی جدید جهانی مبتنی بر تمدن‌سازی نوین اسلامی و ارتقاء حوزه اقتصاد جهان اسلام و علل خصوص برتری ایران رو در حوزه اقتصاد و علم و فناوری در جامعه جهانی دنبال خواهم کرد. و همونطور که دیدیم تنها موضوعی که براش مطرح نبود درد مردم بود. یعنی مثل اون یکی که نشون دادم که قبل از انتخابات چی میگه و بعدش چی میگه، میبینی که تنها چیزی رو که نداره درد مردمه. یه سری حرفایی بی خودی که هیچی به هیچی نیست. اینم جالبه، اینم جز همون گروهیه که بهت گفتم دنبال بعدشه. اینا رو نباید گولشونو خورد. شما ببینید اگر ستاد اجرای امام، دفتر حفظ و نشر آثار امام سالانه صدها میلیارد دارن بودجه میگیرن، سالانه میلیاردها دلار پول دارن.
خب اینا به جای اینکه بیان کتاب امام رو دوباره چاپ ایران رو به مقام انسانیت میرسونه. مقام انسانیت ما رسیده به کلیه فروختن. مقام انسانیت ما رسیده به قرنیه چش فروختن. مقام انسانیت ما رسیده به خیلی معذرت میخوام تن فروشی مادران برای شیر خشک بچه‌شون. مقام انسانیت ما رسیده به این همه تورم. مقام انسانیت ما رسیده به این همه فساد. شما ببینید اگر ستاد اجرای امام، دفتر حفظ و نشر آثار امام سالانه صدها میلیارد دارن بودجه میگیرن. سالانه میلیاردها دلار پول دارن. خب اینا به جای اینکه بیان کتاب امام رو دوباره چاپ کنن، بیان عکس امام رو دوباره چاپ کنن، بیان پول آب و برق و گاز مردم رو بدن با همون بودجه. این همه اختلاس کردن، یه بار اختلاس کنن به خود مردم بدن. این همه دوزی کرد، وقتی میگیم آقا این کار اتفاق افتاد میگن بودجه نیست، ولی بلافاصله بعدش میبینیم یه اختلاس هزاران میلیاردی. اون چیزی که آبرو روحانیت رو بردش همین اختلاس ها بود. این چیزی که آبرو آخوندا رو برده چای دبش بود. اگر توی یه چای دبش میشه این همه خورد، اگه با یه چای میشه این همه اختلاس کرد، توی معدن چه خبره؟ توی طلا چه خبره؟ توی آهن چه خبره؟ توی این تراکنشات بانکی چه خبره؟ توی این همه برنامه‌هایی که اینا دارن انجام میدن چه خبره؟ چرا مردم تا کی صبر کنن این همه فساد رو ببینن؟ بنیانگذار نظام گفته ما مردم ایران رو به مقام انسانیت میرسونیم. مقام انسانیت ما رسیده به کلیه فروختن. مقام انسانیت ما رسیده به قرنیه چش فروختن. مقام انسانیت ما رسیده به خیلی معذرت میخوام تن فروخت. حالا ولی من ترجم میکنم که مثلا یه جوونی مثل این که رفته حوزه و این اراجیف رو یاد گرفته، دنبال چی بوده در حقیقت، چی رو میخواسته پیدا بکنه، و امروز که این حرف رو میزنه آیا واقعا به اون حقیقتی که دنبالش بوده رسیده و فهمیده که داستان چیه؟ بذارین این ویدیو رو با هم ببینین. اینم جالبه برای اینکه رنگ رو ببینین، ببینین که این مداد رنگی چند رنگه و هر کدومش به چه رنگه. واقعا مداد رنگی، واقعا مداد رنگی. ببینیم با هم داستان رو. به قسمت خبرساز برنامه میریم با مسیح علی‌نژاد. سلام مسیح، این هفته چطوری؟ سلام آرش جان، بازم سعی میکنم خوب باشم. خبرساز این هفته کیا بودن؟ خبرساز این هفته مردمی بودن که با رأی به رئیس جمهور منتخبشون حسن روحانی به خیابونهای ایران برگشتن و هویت انکار شده شون رو در یک فضای شاد و مسالمت آمیز فریاد زدن. همین مردم 4 سال پیش هم به خیابونها اومده بودن. اون روزها هم مثل همین روزها نام موسوی رو در خیابونها فریاد می‌زدن. در خرداد 88 خیلی ها معتقد بودن که رأیشون گم شده. در خرداد 92 اما با اینکه خیلی ها حسن روحانی رو نمیشناختن، ولی رفتن پای صندوق ها و اسم کسی رو توی برگه های رأی گیری نوشتن که گفته بود کلید داره و درهای قفل شده رو باز میکنه. به اونها گفته بود که این مردم خستن و دیگه اون کسایی که مسبب خستگی های این چند سالشون بوده رو نمیخوان. آقایانی که کشور را به این روز انداخته اید، دیگر مردم شما را نمیخواهند. مردم معترض بعد از 4 سال احساس میکنن رأیشون به نام حسن روحانی این بار اگرچه با تأخیر طولانی اما درست شمرده شد. مردم همون مردم بودن، خیابونها همون خیابونها بود و شعارها هم همون شعارها، ولی چند چیز فرق کرد. اول چهره های آدم ها که 4 سال پیش پر از نگرانی و خشم بود، اما امسال همون چهره ها پر از خنده و شادی. حتی کسایی که 4 سال پیش زخمی و تهدید و تحقیر هم شدن، بخش هایشون البته به خیابون اومدن، اما این بار به پهنای صورت خندیدن و برای هم دست تکون دادن و رقصیدن. و اما فرق دوم، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی که در میان مردم در خیابون حضور داشتن، همون لباس شخصی ها و همون نیروی انتظامی بودن، اما رفتار و برخورد هاشون با مردم فرق کرد. جالب اینجاست که 4 سال پیش هم لباس شخصی ها مردم رو کتک زدن و هم نیروهای امنیتی، اما امسال نه لباس شخصی ها کتک زدن و نه نیروهای امنیتی. پس به نظر میرسه حکمی که در اختیار نهادهای امنیتی و نهادهای موازی برای برخورد و کنترل مردم و تجمع کنندگان وجود داشت، با حکم 4 سال پیش فرق کرد. و اب نداره، شما بیا به من بگو که خب بله آدم ها تغییر میکنن دیگه، قرار نیست که مگه تو همون آدم 4 سال پیشی؟ طبیعیه، اینم تغییر کرده دیگه. میفهمم
تو رو نمیفهمم، اینو میفهمم، تو رو نمیفهمم. مشکلم اینجاست، مشکلم تویی، مشکلم مسیر نیستش که. مسیر یه آدم کلاشه، حقبازه، چاچوله بازه، هش رنگه، جعبه مداد رنگی، سیغه این بشه، زن اون بشه، برای اینکه باشه، دیده بشه، خوشگل بشه. Kill me, make me beauty. بکش منو اما خوشگلم کن. اصلا کاری با اون من ندارم که. تو رو نمیفهمم. تویی که بلا تکلیفی، هنوز بعد چهل و چند سال فوش میدی به شاه و من ساواک و به ثابتی و اینا. تو رو نمیفهمم. سواک بد، سواک خر، سواک زگ وجود نداره امروز. تو چرا سرتو کردی تو برف؟ کنو تو هوا کردی میگی کسی منو نمیبینه. این مسیح و تقیه و نمیدونم زجرآور و سگ پدر و اینا رو کاری نداری که. تو رو نمیفهمم که اینا رو باور میکنی. آقا حالا یکی میخواد یه کاری بکنه خیلی بامزه است. اگه تو هم مثل من یه رو بقن خیلی ها، یعنی الان اگه تو ایران بود باید بازنشست میشدم، از این سازمان بازنشستگی هم یه حقوقی میگرفتم. آقا حالا یکی میخواد یه کاری بکنه شما نمیزنید، باز یه نفر بلند شد یه کاری بکنه همه ریختین سرش. اصلا ماجرا این نیست. عوضی میری، تو عوضی میری، گناه دیگری نیست. همیشه گفتم این دالای لاما وقتی اومد، اون رهبر تبتیان، اون یارو که لباس عجق و عجق میکشه و کلش تراشیده است اینا، خیلی جمله جالبی گفت. اگه انگشت اشاره، انگشت سبابه، گفت این انگشت رو به جای اینکه رو به رو بگیری به چرخونی رو به خودت، جهان بهشت میشه. حرف درستیه، من این حرفشو خریدم، باور کردم. چی کار به اون داری؟ تو چرا این کارو میکنی؟ تو چرا هنوز بعد 50 سال گیر دادی به چی بود؟ ساواک و نمیدونم معمرزا شاه و پهلوی ها و آقا مردم قیاس، همه ی زندگی قیاسه، مال دکارت، اصل قیاس. خب یار قیاس میکنه دیگه. میونه یه دوره بوده به نام دوره قاجار که از مادر بزرگ و پدر بزرگمون شنیدیم، داستان قحطی، داستان دمپختک، داستان وبا، همه اینا رو پدر بزرگ مادر بزرگا برای ما تعریف کردن. کیاک رفته بود اونجا و دمپختک توضیح میکرد، اینجور میکرد، اونجور میکرد.
بعد نگاه میکنه ببینه که بعد شهر تغییر کرد، شکل شهر عوض شد، شهر رو آسفالت کردن، نمیدونم بهداشت اومد، آب لوله کشی اومد دیگه، اون داستان آب انبار و خاکشیر و یه کرم تو آب میلورید، میگفت این چیه؟ میگفت خاکشیره. خاکشیر چیه؟ خاکشیر اونه که میخوری برای معدت رو صاف میکنه و درست میکنه و تمیز میکنه، یه گیاه داروییه. این کرم تو آب خاکشیر چیه؟ کرما تو آب وول میزدن، کرمای ریز سفیدی بودن، میگفت اینا خاکشیره. بعد یه جارو میذاشتن جلوش، آب از پشت جارو رد میکردن که از اون طرف این آب مثلا تمیز بیاد بیرون، و این آبو میخوردن. بعد میگفت چرا حسبه و وبا و اینا میاد، تب نوبه و حسبه و زردی و یرقان. خب با چشش دید، دید که تو اقصا نقاط کشور رفت سپاه دانش، رفت سپاه بهداشت، رفت سپاه ترویج و آبادانی، رفت خب معلومه که مقایسه میکنه، میگه آقا صدر احمد به کفن دزد اولی دیگه، با جنازم کاری نداشت، کفنو میدوزید و میرفت. تو رو نمیفهمم. مسیح علی نژاد یه مهملیه برای خودش میچرخه، تویی که دنبالش میفتی رو نمیفهمم، تویی که دنبال حامد اسماعیلون میفتی رو نمیفهمم. اون مردمی که درون ایرانن اصلا اینا رو نمیشناسن. ای مرگ بر ایران اینترنشنال، ای مرگ بر اون شیخ عرب. آخه تو نباید بفهمی که شیخ عرب چی کار داره که بیاد پول بده من تلویزیون برای من درست کنه. عربی که اصلا نمیخواد سر به تن ایران باشه. یادم میاد وقتی جوان بودم و تو انگلیس داشتم درس میخوندم، یه مستر بیبی داشتیم به همون ادبیات مدرن درس میداد و همون بود که کتاب جورج اورول رو آورد و وقتی سر یک کلاس بیست و چند نفره بودیم، چهار پنج تا تقسیم میکرد، ما ایرونی ها، من و با سه چهار تا دختر دیگه که ایرونی بودیم، سر یه میز نشوند و کتاب جورج اورول رو به ما داد، همین قلعه ایوانات، به عنوان ادبیات مدرن، مدرن لیتریچر. اما که انگلیسیمون سخت بود و فهمش برامون سخت بود، نفهمیدم که چرا این روایت رو به هم داره میده. مملکت در شرف یه انقلاب همین خوک ها بود و همون اتفاق قدم به قدم افتاد. بابا نیست اینجا، یه دقیقه صبر کن. خودش نیست ولی کار بزرگی رو انجام داده. جلد چنده میشه؟ جلد اولش. بذار یه بخشش رو بخونم. تلاش برای تضعیف و نابودی کانون وکلا. میدونی چقدر زحمت کشیده شده
تا در پی انقلاب مشروطه که یکی از تقاضاهای مردم عدالت خانه بود و بر سر در مجلس نوشتن عدالت خانه، سپهسالار خونه‌شو داد گفت اینجا رو بکنید اداره مجلس. خب میدونی که وقتی که نماینده ها انتخاب شدن و نماینده ها از اصناف بودن، مثلا صنف بزازا، کفاشا، رزازا، خیاطا، هر کدومشون یه نماینده معرفی کردن و اینا میرفتن اونجا میشستن رو زمین و یه صندلی گذاشته بودن و اون رئیس بود، داره مثل که ملک موتگر یکی اونجا رئیس میشه. بعد وقتی اینا میخواستن صحبت کنن، اون میگه که بابای جمالزاده، سید جمال، میگه قام و قال، بیست و حرفتو بزن. و یاد میگیرن که بلند شن و حرفشو بزن، قام و قال، بیستو بگو. میدونی چقدر زحمت کشیده شد تا اینا از چنگ این بیناموسا در آوردن و بعد یه در فرستادن فرانسه، از جمله شوهر عمه من سید محمود نواب صفوی، دایی همین سید مجتبی میرلویی که به اعتبار همین دایی فامیل خودشو کرد نواب، اعتبار اون استفاده کرد کرد نواب صفوی، بگنه فامیلش میرلوییه، سید مجتبی میرلویی به اعتبار دایی کرد نواب صفوی. اون موقع ها شهر کوچیک بود، مردم همون میشناختن، این تهرون سه هزار تا جمعیتش نبوده. حالا بل کنانم که 17 میلیون هم روز 10 میلیون شبه فدای میشناختن هم. و این کانون وکلا رو درست کردن. بهشتی برای به کرسی نشاندن طرحهای ارتجاعی خود و نابودی سیستم قضایی مدرن و مستقل در صدد تضعیف و نابودی کانون وکلا برآمد، برای که همه رو بتونن بکشن، مخالفینشون رو بتونن اعدام کنن. او از همان اولین روزها میدید که این کانون محل تظلم‌خواهی مردم و مرکز حقوقی قوی در مقابل طرح‌های ارتجاعی اوست. در روز 17 اسفند 57 همه ایام زنان میهن ما در اعتراض به حجاب اجباری پس از راهپیمایی در خیابان‌های تهران به کانون وکلا رفتند و قطعنامه اعتراضیشان را آنجا خواندند. در اولین قدم به تحریک وی سید رضا زوارعی دادستان انقلاب اسلامی تهران را که از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، در سالهای بعد نیز جنایات زیادی را مرتکب شد در مقابل کانون وکلا قرار داد و مسئولین کانون وکلا و شریفترین حقوقدانان کشور از جمله حسن نزی، هدایت الله متین دفتری، رئیس و نایب رئیس کانون وکلا هدف حملات کینه توزانه بهشتی و کانونهای قدرت قرار گرفتند. او برای پیشبرد طرح‌های ارتجاعیش خمینی را نیز توجیه کرده و از پتانسیل ارتجاعی وی استفاده میکرد. بهشتی از اولین روزهای پیروزی انقلاب نظیر را به عنوان یکی از قویترین مهره‌های دولت بازرگان و مهمترین دشمن قدرتگیری روحانی در دستگاه قضایی میشناخت و به همین دلیل کینه او را به دل داشت و منتظر فرصت بود. از آنجایی که بهشتی در سر رویای ریاست جمهوری را میپروراند و نشریات نیوزویک و اشپیگل پیش از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی نزیه را کاندید ریاست جمهوری و نخست وزیری معرفی کرده بودند، او را رقیب خود میدید
و سعی در حذف وی داشت. مخالفت نزی با افسودن صفت اسلامی به جمهوری و استفاده از احکام اسلامی در حکومت از همان ابتدای پیروزی انقلاب مشخص بود. او 10 روز پس از انقلاب 57 در مصاحبه با روزنامه کیهان اظهار داشت تأسیس جمهوری ایران با تصویب مجلس مؤسسان صحیح است، نه ایجاد جمهوری اسلامی با این توضیح که جمهوری که اصولا شامل حکومت مردم بر مردم است نمیتواند اسلامی باشد و قواعد و معیارهای اسلامی مغایرت صریح با نظام حاکمیت مردم دارد. وی همچنین اظهار داشت که افزودن بر این اسلام در کادر مقتضیات خاص حکومت از اعتبار و منزلت معنوی ساقط می‌گردد. بهشتی که پس از ترور مرتضی مطهری در اردیبهشت 58 عملاً اداره شورای انقلاب را بر عهده گرفته بود، سخنرانی نزیه در خرداد 58 در کنگره کانون وکلای دادگستری را بهانه حمله به او قرار داد. نزیه در حالی که روی اعتقاد خودش به اسلام پای فشاری نمود به وعده های خمینی در پاریس اشاره کرد و به درستی گفت اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسلام بسازیم، آیات و عظام هم می دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید. روزنامه اطلاعات دوشنبه 7 خرداد 58. یکی از زیبایی های این داستانی که مصداقی دنبال کرده اینا ریفرنساشه، یک کلام بی سند نیورده، گفته آقا اینو برو روزنامه اطلاعات اینو هم چند و ببین این اونو گفته یا نه. او در همین سخنرانی پس از بیان آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور گفت امروز همه میپرسند چه خواهد شد، به کجا میرویم. حضرت آیت الله پریروز میگفتند چرا سستی میبینم، چرا دیگر حرارت روزهای قبل را نمیبینم. جواب فوقالعاده ساده است، مردم میبینند هر کسی صبح از خواب پا میشود برای مملکت دستور عمل صادر میکند، برنامه اقتصاد میدهد، برنامه ریزی میکنند. همه اینها مردم را نگران و اضطراب و یأس و به نگرانی و اضطراب و یأس و ناامیدی سوق میدهد. بهشتی که بخش ارتجاعی انقلاب زنده سلطنتی را نمایندگی میکرد به شدت به سخنان نزی اعتراض کرد و گفت آیا شما بالاخره این انقلاب ما را اصلاح میدانی یا نه؟ اگر این انقلاب را اصلاح میدانی که بسیار خوب، بفهمید مثل گذشته در متن این انقلاب قرار بگیرید و در جای خودتان به پیش بروید، و اگر این انقلاب را اسلامی نمیدانید پس بدانید که جامعه ما جامعه انقلابی، انقلابیون ما و رهبر انقلاب ما نمیتوانند و حق ندارند اجازه بدهند که شما در این انقلاب و میدان انقلاب نفوذ کنید. اگر مؤمن به خط انقلاب و مؤمن به رهبری انقلاب هستید کسی با شما حرفی ندارد، انتقاد کنید. کی گفت انتقاد نکنید؟ و مصداقی تلاش کرده که همه این موضوعات رو به حال اینجا با سند و مدرک نشون بده. و نقش آدم هایی که امروز برای من و تو شدن قهرمان و خیال میکنیم که اینا راست میگن. بذار برگردم دوباره به ایمیل ها و یه پس این بازی ها رو دور بریزید. بذار برگردم به این و ببینم شما راجبش چی فکر میکنید. من این رو نمیپذیرم، قبول نمیکنم، ولی تا نظر شما چی باشد. یه آدمی هایی هن که راجب کمک به زلزله ها دارن جنس جمع کردن، به مردم میگه دیگه نیایید. ولی یه ذره بیا جلو آقا، یه اصلا بده آقا، برو قرآن چیزی نفرستید آقا،
اینجا نزدیک 400 تن 500 تن وسیله جمع شده. دقیقه بیا داداش، این ورودی کمپمون چیپ شد، جا نیست. تو رو قرآن داریم خواهش میکنیم سیدی نفش. علی یه داره میگه دلو داداش شده. بیا علی یه داره کمپو بگیر، منو بکن کمپو بگیر. آقا اینجا خوراکیمونه، تو رو قرآن چیزی نفرستید. آقا جا نیست، تو رو قرآن چیزی نفرستید، تو رو خدا چیزی نفرستید، جا نیست. داره حیف و میل میشه آقا، شده این نزدیک 500 تن دیگه، جا نیست. یه دقیقه این منو بگید داداش، این دست را بده آقا، این منم شده مدنی لباس. آقا اینجا ریخته به هم، تو رو قرآن چیزی نفرستید، این بردنش هم مکافاته. بده بیا علی، وضع کمپینه آقا، دیگه چیزی نفرستید. آقا دمتون گرم، غیرت گذاشتید. یه دقیقه این منو بگید آقا، کم خوره، هوا بارونیه، نگاه مشنبه کشیدیم. علی یه دقیقه بیا آقا، دیگه چیزی نفرستید، تو رو قرآن آقا نفرستید. اومدیم بیرون، نگاه چلو در همسایه، اینجا کم پره، دیگه نفرستید. دمتون گرم، غیرت کردید آقا. چیز مبلغ ارزشی این باری که اینجا سخمی زده شده چیزی بوده 60 میلیارد تومنه. دمتون گرم، 60 میلیارد هم پول کمی نیست. نفرستید دیگه، ایف و میل میشه. اینا بس واسه رو سایه دشیاری، لباس زیاده، 1 میلیون اندازه 1 میلیون لباس اومده، هر نفر 3 تا لباس. مواد غذای کمپ جا نیست، تو رو خدا نفرستید. فیلمو بفرستید به دوستا، اونایی که میخوان بیارن دیگه نفرستن. نمیدونم شما این حرف رو باور میکنی یا باور نمیکنی. برای من واقعا سخته باورش که بیاد بگه که ندید نفرست. خب تو اگه واقعا آدم خیر هستی و داری کمک جمع میکنی، اولا چرا کمک ها رو نگر داشتید؟ مردم الان امروز گشنشونه، تو میگی سب کن من هفته دیگه میبرم به چلی کباب میدم. الان گرسنه، این الان زیر سیل بارونه. خب اینا رو تقسیم کنید بین گرسنگان، بین فقرا تو سطح شهر. اگر اضافه وردی واقعا برای اون مردم، خب اینو برای جای دیگه تقسیم کن بین مردم دیگه. جامعه در فقر، در فلاکت، ولی نشون میده یه چیزی رو که این همبستگی، این ایران دوستی، این وطن دوستی رو نشون میده، چیزی که تو جامعه خارج کشور نیست، کمه، به شدت کم است. ولی اگه راست میگه، خب این رو ببرید داخل کشور، ببرید جاهای دیگه و بذارید مردم بهره شو ببرن. بذار بشنویم این دوباره گل به سر چی میگه. خوب باشه. گفتگو در جریان بود که ایشون گروه همبستگی رو ترک کردن بدون اینکه شفاف سازی بکنن و به افکار عمومی اعلام بکنن. آقای پهلوی مسئولن، حامد اسماعیلون هم همینطور. در گروه همبستگی وقتی آقای پهلوی ترک کرد، همه ما گفتیم شما بمونید و ما ادامه بدیم. آقای اسماعیلون هم باید پاسخگو باشن، ایشون رفتن. که ما میکنن یک نفر و تمام وابستگان به اون نفر به تک تک در واقع بنیادها تماس بگیرن، از جمله بنیاد صلح نوبل، گروهی همه چهرهای نزدیک به ایشون با اسم و رسمشون به تمام دفتر رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس آمریکا تماس بگیرن، بگن که اینا نماینده ما نیستن. افراد و چهرهای شناخته شده وقتی به عنوان مشاور، دفتردار کنار افراد قرار میگیرن، در کنفرانس های بزرگ بین المللی ظاهر میشن و انگشتشون به جای اینکه در چشم جمهوری اسلامی باشه، در چشم افراد تاثیرگذار هست. ببینید، ما قراره که جمهوری اسلامی رو بندازیم، یک کسی بیاد که احساس امنیت روانی بکنیم، در کنارش بنشینیم،
احساس نکنیم تحقیر میشیم، خورد میشیم، مدام وزن سیاسی و دهاتی بودن و نمیدونم شک بوزی بدن. چرا از آقای پهلوی دعوت نمیکنین که پاسخگو باشه؟ هم من اعلام کردم و هم بارها در شبکه‌های اجتماعی میبینید که چه موجی از حمله ایجاد میشه اگر ما بخوایم حرف بزنیم. فقط تهدید به قتل میشیم، تهدید میشیم، تحقیر میشیم. آقای پهلوی، من برشون احترام زیادی قائلم و حاضرم خود ایشون هم بنشینه گفتگو بکنیم با هم دیگه. رهبران کشورهای غربی با ما زنان میشینن، تحقیرمون نمیکنن. ایشون هم بنشینه و پاسخگو باشه. گفتگو در جریان بود که ایشون گروه همبستگی رو ترک کردن بدون اینکه شفاف سازی بکنن و به افکار عمومی اعلام بکنن. آقای پهلوی مسئولن. حامد اسماعیلون هم همینطور در گروه همبستگی. خب تو فکر نمیکنی یکی از دلایلش خود تو باشی؟ نمیشه کنارتون نشست. تو موجود خطرناکی هستی، تو آدم سالمی نیستی، تو هر دقیقه حاضری صیغه یکی بشی. خب معلومه که در چنین شرایطی کسی حاضر نیست در کنار تو قرار بگیره، احساس خطر میکنه. مشکل در خودت جستجو کن، دنبال رضا پهلوی نگرد. ایشون هم باید مشکل در خودش جستجو کنه. مشکل در خودمون بگردیم پیدا کنیم. گفتم اونجا هم گفتم که ببین بزو کارشو بکنه، به من چیه؟ ترجمه از شماست که این خزعبلات رو باور میکنی، این دروغا رو باور میکنی. شما حقا رو باور کردید، چرا مسیح رو باور نکنی؟ چرا حامد اسماعیل رو باور نکنی؟ چی کم داره مسیح از حقا و اسماعیلون از حقا؟ اینا چی کم تر داره؟ مشکل تویی، مشکل منم، مشکل ما هستیم. به هر حال آقا مرتضی خیلی خیلی ازت ممنون. مرتضی نوشته که سلام، اپلیکیشن هایی که صرفا به صورت رادیویی هستن در داخل کشور بسیار مورد استفاده قرار می گیرن. یکی از این اپ ها رادیو اف ام است که بالغ بر چند صد فرستنده رادیویی را در ژانرهای متفاوت و کشورهای مختلف جهان پوشش می دهن. پس یکی از این اپ ها چی شد؟ رادیو اف ام. من جمله کشور ایران و در آن فرستنده های نظیر رادیو اینترنشنال، دو سه فرستنده داخلی ایران، چندین فرستنده دیگر من جمله میهن تیوی قرار دارن رادیوش. من در داخل کشور بیشتر از رادیو میهن در این اپ استفاده میکنم. مهم این که این گونه فرستنده ها نیاز به اینترنت پرسرعت نداشته و عجیب این که بیشتر آنها نیاز به فیلتر شکن هم ندارن. عجیبتر این که فقط رادیو میهن نیاز به فیلتر شکن داره. اخیراً برنامه جناب میبودی با جناب کرمی و جناب نوریالا که در تلویزیون پارس اجرا شده بود را در رادیو میهن شنیدم. ببینیم چی میگه. بفرمی. الو جانم بفرم. الو بفرمی. الان یعنی مستقیم برنامه یا اینکه؟ آره عزیزم حرف شما شنیده میشه، بفرم. بله والا اون موقعی که خانم علی نجات رفته بود پیش مکرون، بنده اومدم رو تلویزیون شما 3-4 دقیقه در مورد این خانم صحبت کردم که تلفن رو من قطع کردین. چرا این موقع بوت همه تون بود میگفتین دیگه؟ شما الان به ایشون گفتین که صیغه همه کس میشه، ما به خانم اون موقع گفتیم لکاته. لکاته یه کلمه فارسیه،
بر ادبیات فارسی توسط یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران به نام آقای صادق هدایت در کتاباش اومده. لکاته به اون معنای مفهوم فاحشه که شما رو تلفن رو من قطع کردین نیست. لکاته یعنی سلیته. لکاته یعنی کسی که چاک و دهن نداره. لکاته کسی که پرنسیپ نداره. لکاته یکی مثل همین که گفتین که هر ثانیه پیش یه نفر چیز میشه. اون موقع در حدود 2 سال پیش بنده رو چیز کردید. همتون همینین. همتون سوادتون در سطح نوک دماغتونه. 2.5 سال که گذشته حالا میفهمی این خانم لکاته بوده یا نه. شما صیغه همه کس میشین و اینا. حالا چند وقت هم بخوبین رو آقای چی میگن این آقای ولیعهد. شما ولیعهد رو بذارین سر مجلس میشه بگیم برو مخبر و دوله از سرچشمه سلسمان در میاره. این هم میخواین بکنین پادشاه. یارو 60 خورده ای سالشه، 57 سال عمرش تو خارج از کشور بوده، میخواین بکنین شاه ایران. موفق باشین. ممنون از شما. من که یادم نمیاد شما رو، حتما شما درست میگی. نه من قرار نیست کسی رو شاه کنم یا کسی رو نخست وزیر کنم، حتی اقل من در این وادی ها نیستم. و خود رضا پهلوی هم همچی تمایلی به شاه شدن ندارد. البته یه عده‌ای در کنارش قرار گرفتم متاسفانه، اونا هم همینجور داستان داره. و خودش من میگم به هر حال به مناسبت کاری که دارم انجام میدم با این آقا آشنام، داستان حخا نمیدونم فلان همه اینا رو دارم تو پروندم. او یه پختگی پیدا کرده، اینو من میتونم اذعان کنم. و این اتفاق در حقیقت از بعد از 88 افتاده. حالا چه معامله‌ای بوده، چه قراردادی بوده، چه سهمی بوده، اینها نمیدونم. اما او نه، اون اصلا نمیخواد بره ایران، قصدی برای رفتن به ایران نداره. اگه درست گوش بدیم میگه که شما برید کاراتونو بکنید، اگه نیاز هست من هستم. یه موقع بگم میخوام نخ تسبیح باشم که این حلقه ها رو به هم وصل کنم. خودش شخصا نه همچی تمایلی به این کارا نداره. حتی میگه که من رفیقام اینجان، زن بچه هم اینجان، اینا رو میگه. من نمیخوام برم اونجا. که میگه میخوام از این موقعیت که دارم استفاده کنم، کمک کنم به مردم دربند نجات پیدا کنم. ببین تو تاریخ معاصر مثلا یه آدمی مثل پرنس نوردم سیانوک که باباش چه بلایی سرش بودن فلان بهمان، ولی برگشت موقع خمرها و اینها در کامبوج، این اومد و گفت نه آقا اینجوری نیست، ولی هیچ وقت شاه نشد، اصلا به کامبوج بر نگشت، ولی مردم رو هدایت کرد از شر خمرها خلاص شد. این هم میتونه همین نقش بازی کنه. نه من به خاطر لکاته قطعت نکردم، احتمالاً یه ذره تندتر از این گفتی. بله، پس داستانی که آقای مرتضی برای ما گفت اینه که در ایران یه اپی وجود داره به نام رادیو اف ام که میتونید اون رو توی تلفنتون در حقیقت نصب کنید و اونجا رادیوهای مختلفی وجود داره، مثل رادیو ایران اینترنشنال، حتما رادیو همراه و میهن تیوی.
ولی میگه که همه اینا با توجه به این که این اپ نیازی به اینترنت پرسرعت ندارد ولی همه به آسانی گرفته میشه و اینا و هیچ کم فیلتر نیست، اما میان تیوی رو باید از فیلتر شکن استفاده کنی. خب اونا هم که علاقمندن حتما میتونن استفاده کنن. اما ادامه میده که برنامه جناب میبودی با جناب کرمی و جناب نوریالا در تلویزیون پارس اجرا شده بود را در رادیو میهن شنیدم که بسیار جالب بود. تلویزیون پارس در دو فرستنده تلویزیونی ماهواره‌ای نیز در ایران به خوبی گرفته می شود. اما دلیل اینکه مخاطب زیادی ندارد این که هر موقع می زنیم یا آگهی برای داخل آمریکاست یا برنامه‌ای که چندان دلچسب نیست. لذا اگر این تلویزیون در لابلای آگهی خود ساعت دقیق امثال برنامه آقای میبودی و نظیر آن را اعلام میکردن یقینا تماشاگر بیشتری در داخل کشور میداشتن. آقا مرتضی، اونیش که من میدونم اینه که برنامه های آقای میبودی او سالهای سال است ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا، فکر میکنم میشه 8:30 شب شما اگر اشتباه نکنم، تا 11 از این کانال پخش میشه. 3000 ساله. یاد خودم میفتم و تجربیات کارم تا قبل از اینکه تا قبل از 2013 که به لس آنجلس میام و در حقیقت دوست خوبم حمید محیط که از یه خانواده مطبوعاتی میاد، پدرش مرحوم پدرش محیط بزرگ انتشاراتی مروج رو داشت، انتشاراتی قدیمی شاید 100 ساله. اول تو امیریه بودن، بعد از اون اومد رفت تو ناصر خسرو و شمس العماره، اونجا انتشاراتی رو منتقل کرد به اون منطقه. من برنامه رو شروع نمی کردم، اصلا نظمی نداشت، مثل همین چیزی که آقای مرتضی گفت و میگفتم الان ساعت 9 که آقای میبودیه، ساعت 11 که فروزنده برنامه داره، ساعت 12 اون یکی برنامه داره، پس بذار همه اینا که تموم شدن اون وقت من میام. که وقتی که اومدم اینجا حمید به من گفت، اما حمید محیط به من گفتش که آقا اصلا اینجوری نیستش، که یه بازار رقابته، تو هم باید عرضه کنی اونم عرضه کنه، بذاری به عهده خریدار، ببینی خریدار کدومش انتخاب میکنه. یعنی چی؟ و بعد از اون ما داستانمون رو تغییر دادیم، نظمی دادیم، ساعتی معین کردیم و گفتیم آقا ما هر روز از ساعت 9 صبح شروع میکنیم و روزهای هفته برنامه های متنوع، و الان از 10-11 ساله که در حقیقت این منش ادامه دارد، یعنی دوشنبه صبح با پادکست سکولار دموکرات ها آغاز میشه، میاد روز بعدش سه‌شنبه برنامه آقای دکتر انصاری است، چهارشنبه آقای مصداقی است، پنجشنبه مجدداً پادکست سکولار دموکرات هاست، از دوشنبه تکرار برنامه پادکست سکولار دموکرات هاست که در روز پنجشنبه برنامهشون پخش میشه، دوشنبه ها تکرار میشه. پس دوشنبه ها تکرار پادکست، سه‌شنبه ها برنامه آقای دکتر انصاری، بعد از برنامه در حقیقت پادکست تکرار پادکست در دوشنبه، بعد برنامه آقای لیمونادی است، بعد یه گفتگوست که مهمانی دعوت میشه، سپس آقای دکتر ایجادی برنامهشون رو ادامه میدن و این برنامه روز دوشنبه است. روزهای سه‌شنبه هم آقای دکتر انصاری هستن که برنامه بهداشت عمومی رو اجرا میکنن، که از بی‌نظیرترین برنامه‌هایی است که تو این زمینه‌ها
تا کنون تولید شده، برای اینکه هیچ جنبه تجارتی ندارد. و خب من تجربه دارم تو این کار و دیدم دکترا میان تا میشینه میگه که بله یه دستگاهیه که اینو جنرال الکتریک ساخت، یکیشو داده به ما و یکی هم داده به اون بیمارستان بزرگ پاریس، دیگه جای دیگه نیست. پس بنابراین شما میتونی از این امکانات استفاده. البته اولش میپرسه که به مخاطب میگه که شما از کجا زنگ میزنی؟ اگه متوجه بشی که از توی کالیفرنیا و همشهریه، فوری میگه ما یه دستگاهی داریم که یه نمونهش اینجاست و همین دیروز جنرال موتورز اینو ساخت یا زیمنز اینو ساخته، یکیشو به ما داده، یکشم داده به سالزگارنکا در سوئد، پس بودو بیا اینجا. اما اگه بدون مال کالیفرنیا نیستی یا از جای دیگه، میگه بله شما برو دکتر. اما آقای دکتر انصاری همیشه میگه که این حرفایی که من میزنم صرفا حرفای عمومیه، در زمینه بهداشت عمومیه، شما نیاز دارید که به پزشک خودتون مراجعه کنید، مسائلتون رو با پزشکتون مطرح کنید. من فقط اینجا جنبه اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی شما رو دارم. بعد از برنامه آقای انصاری خرسندم که یکی از شخصیت‌های مهم چون آقای دکتر مسائلی مهر کردن و این فرجه رو در اختیار ما قرار دادن تو از تجربه و دانش این نازنین بهره ببریم. و بعد از ایشون هم آقای سلیمی هستن که از دانش و تجربهش استفاده میکنه. او به راستی یک فعال سیاسیه و همه عمرش تو این زمینه کوشش کرده. روزهای چهارشنبه هم که برنامه کلن در اختیار آقای مصداقی است و بعد از ایشان هم ما سری گفتار شاخه های این درخت کهن آقای ناصر جان عزیز رو پخش میکنیم که این برنامه ها قبلا در تلویزیون ایران فردای آقای نوریزاده تحت همین عنوان شاخه های این درخت کهن پخش شده. ما اونا رو با اجازه آقای نوریزاده و ایشون اون برنامه رو اینجا دوباره تکرار میکنیم. روزهای پنجشنبه یک برنامه بسیار خوب است و اون هم پادکست سکولار دموکرات هاست که در حقیقت یه جنبه آموزشی داره که آقای دکتر نوریالا همراه با همفکرانشون تحت قالب پرسش و پاسخ سوالاتی مطرح میشه و آقای دکتر نوریالا به پاسخ پرسش ها میپردازه و خیلی خیلی برنامه آگاهی دهنده است و ما رو روشن میکنه. سپس به سراغ اسماعیل جان وفا یغمایی میریم با اون طبع لطیف شاعرانه و احساس و شوری که به وطن دارد برنامهش رو اجرا میکنه. بعد از دانش آقای دکتر صدرالاشرافی استفاده میکنیم. روزهای جمعه هم خرسندم که آقای کامبیز فکری مهر کرده و به راستی این فرجه رو به ما داده. واقعا باید ازش تشکر کنیم که ضمن قرائت شاهنامه اکنون شروع کرده به تعریف تاریخ اسلام، روایت تاریخ اسلام و در حقیقت با پیوندی به شاهنامه تلفیق این دوتا یه برنامه بسیار بسیار جذابی رو درست کرده. از او هم سپاسگزارم. و بعد از برنامه اسماعیل جان آقای دکتر صدرالاشرافی هستم. بعد از برنامه کامبیز فکری روزای جمعه که واقعا این کار شگرفی است که انجام داده، همین تلفیق تاریخ اسلام و شاهنامه، بعد فرجه است که ما میتونیم مهمانی داشته باشیم و بعد هم آقای آلبرت میاد که برنامه خودش رو اجرا میکنه و اگر هم فرصتی باشد بعد از اون من در خدمت هستم. یک شنبه ها هم که برنامه اختصاص داره به در حقیقت نشست سکولار دموکرات ها که تاکنون صد و چند برنامه اجرا شده و من خوشحالم که این برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان کردم. اجازه بدید که
یه لحظه. اشتباه کردم، 297 برنامه رو تا کنون پخش کردیم از نشست سکولار دموکرات ها و این به ها برنامه هاست و اگر یه قدری دوستان دقت کنن، گفتم برنامه آقای میبودی هم که مرتضی جان پرسید ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا از تلویزیون پارس پخش میشه. بریم این ماجرای دروغ های اینا رو با هم دیگه دنبال کنیم. مبارزی نه هیچ باید داشته باشم، اما مسئله اینی که بقیه مسائل چی، ظلم ها چی، زندان های بیجا چی، سرکوب ها چی، حق مردم رو حق مردم رو ضایع کردن چی، همه این مصیبت ما این باشه که مثلا چرا چم تو زن تو خیابون اینجوری، ولی این مصیبت نباید باشه. زن باید همه همون حد اقل حجاب اسلامی رو داشته باشن. این کسی نه هیچ فقیق اینو منکره، نه هیچ مبارزی، نه هیچ باید داشته باشن. اما مسئله اینی که بقیه این مسائل چی، ظلم ها چی، زندان های بیجا چی، سرکوب ها چی، حق مردم رو. ببین اینا دائما میگم شیطان و این کلمه اهریمن رو که به حال امروز جا افتاده و همه دیگه به نوعی اذعان میکنن به اینکه اینا اهریمنن و همیشه گفتم اهریمن یه موجود مربوط به قسطه است، ما تو قسطه فقط اهریمن و شیطان داریم، ولی وقتی همین شیطان راجبش تعریف میکنه میگه یه موجودیه که خودشو به اشکال مختلف در میاره، یه موقع میشه پیرزن، همون لحظه یوت میچرخه میشه دختر رعنا، نمیدونم جوان برومند، پیرمرد فرتود، مار، درخت، سنگ، همینجوری تغییر میکنه برای اینکه به هدفش برسه. هدفش چیه؟ سیاهی، تباهی، تاریکی، هیچ کار روشنی ازش نمیبینی، هیچ حرکتی برای اطلاع وجود نداره. درست رفتار جمهوری اسلامی از بنیانگذارش بگیر همینجوری تا کوچکترین عضوش، فقط در جهت تخریبه، در جهت نابودی مردمه. این نظام جمهوری اسلامیه. بنابراین گول این حرفا رو نخور، باور نکن این حرفا رو. مثل این بذار اینم بشنم. آقای پوتین با چیز رو هم نگاه بکنید، با تاکر کارلسون رو هم نگاه بکنید، خودش هم داره میگه. آقای پوتین تو اون مصاحبه میگه سال 2008 ما حاضر بودیم برای مقابله با ایران با آمریکا متحد بشیم. این دیگه صریح آقای پوتینه. همه کاری کردیم که با غرب همکاری بکنیم، اونها همکاری نکردن. سر اوکراین میخواستیم مذاکره کنیم، اونها مذاکره نکردن. حمله روسیه به اوکراین تله‌ای بود که آمریکا برای روسیه گذاشت. الان مصاحبه آقای پوتین با چیز رو هم نگاه بکنید، با تاکر کارلسون رو هم نگاه بکنید، خودش هم داره میگه. آقای پوتین تو اون مصاحبه میگه سال 2008 ما حاضر بودیم برای مقابله با ایران با آمریکا متحد بشیم. این دیگه صریح آقای پوتینه. همه کاری کردیم که با غرب همکاری بکنیم، اونها همکاری نکردن. سر اوکراین میخواستیم مذاکره کنیم، اونها مذاکره نکردن. حمله روسیه به اوکراین تله‌ای بود که آمریکا برای روسیه گذاشت. الان مصاحبه آقای پوتین با چیز رو هم نگاه بکنید، با تاکر کارلسون رو هم نگاه بکنید، خودش هم داره میگه. آقای پوتین تو اون مصاحبه میگه سال 2008 ما حاضر بودیم برای مقابله با ایران با آمریکا متحد بشیم.
خب پوتین یه آدم دروغگوه مثل شماست، قابل اعتماد نیستش که. در نتیجه آمریکایی‌ها به حرفش اعتبار ندادن، باورش نکردن، شما را هم باور نمی‌کنه. بله، می نویسه آقا یکی از رفقا زنگ زد و گفت انگاری این سلیته تو قسمت اول حمله به رضا پهلوی کارش خوب پیش نرفته. رضا پهلوی نترسیده، زیر بار دعوت انترنشنال نمیره. آشغالی که قبلا این تلویزیون به اسم همبستگی بهش انداخته دیگه تو کتش نمیره. این شده که انترنشنال گل به سر رو سریالیش کرده. آقا دروغ چرا؟ ما هر وقت این جوجه تیغی با خضاب و جمالیه رنگ کرده رو میبینیم، والده آقا مصطفی به چشممون سوفیا لورن میاد. مخصوصا تونتون پشت سر هم هم که برقور میکنه فکش کج میشه، میترسن فک بره بر نگرده سر جاش. خلاصه با اون مخبری که ابرو برمیداره دست به دست هم داده بودن که حالیمون کنن، رضا پهلوی پاسخگو نیست، خرابکاره، خلاصه اعدام باید گرده. آقا طوری میگفتن که یک تنه حرف میزنه، جواب کسی رو نمیده. فکر کردیم نکنه دارن راجع به مریم مهر تابان حرف میزنن. آقا آبجی ما از کسایی بود که رضا پهلوی که تو من و تو 3 ساعت تلفن جواب میداد رفت و باهاش حرف زد. یه کلیپ هم امروز در اومده که رضا پهلوی 2 ساعت با جمهوری خواها بوده و ازش سوال میکردن، ایشان هم جواب میداده. رو که نیست، راستی اینا این دروغ ها رو واسه کی میگن؟ نمیدونم، خودشون بپرس. چرا از من میپرسی رفیق؟ بگو به خودشون، بگو آقا چرا دروغ میگی؟ ولی خب میگن دیگه، یعنی اینکه ابایی ندارن از دروغ گویی، کسی نیست که جلوش رو بگیره. یکی از مشکلات من دوباره این داستان این آدمایی که اولا نه اس دارن نه ایمیل آدرس دارن و نمیدونم اینا کیان. فقط یه چیزی میشه بهشون بگی: مأمور وزارت اطلاعات. حالا ممکنه این آدم واقعا آدم خوبی باشه، ولی رفتارش با اون یارو مأمور اطلاعاتی هیچ فرقی نمیکنه. اولا نمیدونم این داستان تا کجا درست بود، غلط بود. همین داستان آقای کیانی و اون نشریه فریدون و اینکه انتخابات نمیدونم دموکراتیک نیست. این مینویسه که من 2 بار مزاحم تلفنی شدم، که بی خودی میگه. ببخشید که کماکان میتوانم نمیتوانم از این واقعی نیست. شما حتی ایمیلت هم درست نیست، نه تنها اسمت قلابیه، ایمیلت هم قلابیه. تو یه آدم قلابی هستی. بله، این حقه باز میگه که هرچند که متوجه هستن شما از این موضوع ناخرسند هستید، سعید خان در مورد صحبتهای این علیرضای کیانی اشتباه خدمت شما عرض کردم. من طرفدار ایشان نیستم، بلکه برعکس، ولی میخوام از واقعیت و رسایی زبان فارسی دفاع کنم. ایشون نگفت صندوق رأی غیر دموکراتیک است. ایشون مشخصا در مورد یکی از بندهای منشور صحبت میکرد و گفت اون بند که میگه در نظام آینده تمام شخصیت‌های سیاسی رسمی کشور باید از طریق انتخابات تعیین شوند، خب نتیجتا این بند از منشور گزینه نظام پادشاهی را به طور پیشفرض حذف کرده است، در صورت که شکل حکومت و وجود یا عدم وجود پادشاه
باید توسط رفراندوم مشخص شود. ایشان گفتند این بند غیر دموکراتیک است، چرا که موذیانه گزینه پادشاهی را حذف کرده. آردی رو فارسی نوشته. حالا چرا؟ و نمیدونم، حرف شما رو نمیتونم بخرم. من که بی هویتی، بنابراین بی هویتا معنایی ندارم. یه دروغی هم، اینم بامزه است، اینم ببینید که یک خبر جعل و 100% دروغ بود که اینو بذار ببینم میتونم اینجا به نمایش بذارم با هم دیگه ببینیم. آره، این دروغ. نخست وزیر لیبی خواستار احیای پادشاهی برای پایان دادن به بحران در این کشور شده. این هم جزو اخبار جعل و دروغه و همچی خبری اصلا وجود نداره، صحت نداره. خواستم این را هم بگم. البته میدونم آقای مستاقی هم تو برنامهشون گفتن، ولی خواستم تاکید مؤکد کرده باشم که این نوع اخبار، اخبار جعل و دروغه و ما با دروغ به هیچ کجا نخواهیم رسید. گفتم همیشه یکی از مشکلات ما اینه که گفتم هدف و استراتژی و تاکتیک و اینا رو فراموش میکنیم. علل اینکه ما این نظام رو نمیخواهیم نه اینکه چون اسمش جمهوری اسلامی بده، به خاطر اینکه رفتارش رفتار زشته. دروغ جزء ارکان این نظامه، لذا ما با دروغ مبارزه میکنیم. دوباره یکی از اینا که دوباره روز گذشته آقای مستاقی روز همین هفته راجبش حرف زد، همین این ماجراست که بامزه ترینش اینه که تحت عنوان نظام پادشاهی هم میان این دروغا رو میگن. بنابراین من هیچ شکی نمیکنم که اینها همه وابستگان دستگاه امنیت رژیم اسلامیه. اونم این ماجرا بود که حتما شما دیدید که عکسی از نمیدونم این مرد منحوس رجوی و یه دستخط زشتی هم از زندیات شاپور بختیار و تصویر شاپور بختیار که پشتش یک عکسی از در حقیقت مصدق است گذاشته و در این متنم نوشته که من با این آدمه نمیدونم بهش نجات دادم اینجور کم، که این کاملا دروغه و من فقط خواستم این دروغ رو در اینجا برای شما نشون بدم که آقا ما تو چه شرایط و مخمسه ای قرار گرفتیم و راه برون رفت ما به راستی کدام است، چجوری باید خودمون رو نجات بدیم. در ارتباط با این تلفنی که شده این آقا، من هنوزم اول برنامه هم این دوستمون اشاره کرد، من اول برنامه هم گفتم که تشکر کردم از سیامک نادری و همین موضوع رو مطرح کرد و گفت اگر یارو بیاد با ما بگه مادر فلان، ما مفردا تو خیابون را میفتیم که آره من مادر فلانم، خواهر فلانم. بله این حرف زشتیه، حرف بدیه. اگرم شما اون موقع گفتی من به درستی قطعت کردم، امروز هم کسی بگه باز هم همین جریان به علت زشتیش اتفاق خواهد افتاد. این یه کار جالبیه، اینو با هم ببینیم دوستان. من صداش بسته دوستانی که از طریق صدا کامنتتون و شیرهاتون به من انرژی بدید که بتون این کار. یه آدمیه، یک میله دستشه، سه تا مداد
در دو سر میله و وسط میله. یه میله دو کلش و وسطش یه مداد رد شده. از هر دو طرف این میله و وسط میله این مداد رد شده. و سه تا صفحه کاغذه که این مدادها روی این صفحه ها مستقره. و این آدم با حرکت دستش با این میلهه سه تا تصویر رو در آن واحد میکشه و اصلا حیرت انگیز کاری که انجام میده. گوش بدیم به حرفش. ادامه بدم و همه جا نشون بدم این کار من. تشکر میکنم ازتون. بلد نبودم زیاد صحبت کنم ولی به حمایتتون نیازمندم. دم تک تکتون گرم. سلام، اسم من علیه که به تازگی مهاجرت کردم به کشور اتریش. من یه هنرمندم. نقاشی من خودم ادعا دارم که صاحب سبکم و هیچ کسی تو دنیا نمیتونه همچین کاری بکنه. از شما هموطنم تقاضا دارم که منو حمایت کنید با لایک کامنتتون و شیرهاتون. به من انرژی بدید که بتون این کارم رو ادامه بدم و همه جا نشون بدم این کار من. تشکر میکنم ازتون. بلد نبودم زیاد صحبت کنم. این در حقیقت در فیسبوک آریو خط فاصله اندرسکور در حقیقت بهش میگن مهر اندرسکور سویدن. اگه خواستید تو فیسبوک دنبال کنید و اگر راهی داره به این دوستمون کمک کنید که بتونه جا به جا بشه در اروپا. ولی اتریش جای خوبیه، مرکز هنرمندانه، چرا تو از اتریش میخوای بیای بیرون؟ یک وضع اضطراری طوفان و اینها هست و الان تگرگ و رگبار و خیلی اوضاع خرابه اینجا. امیدوارم که اینترنت رو از بین نبره. این داستان پروفسور سمیعی بود. اینم به عرضت برسونم. من در جوانی در دانشگاه تهران کار میکردم. از ابتدای سالهای 50 قبل از اینکه از ایران بیرون بیام. و در دانشکده پزشکی داروشکبیر. یه بیمارستانی بود تو خیابون امیرآباد، اون سرای فرزاد که میشد میرفت به سمت گیشا و اونجا یه بیمارستان بزرگی بود که بعد از انقلاب که هنوز هم هست بهش میگن بیمارستان شریعتی، ولی اسمش بود بیمارستان مرکز دانشکده پزشکی داروشکبیر. و این مرکز رو که درست کردن، یعنی این دانشکده پزشکی رو که درست کردن، دوره دکتر نهاوندی بود و از پزشکان بزرگ و معروف ایرانی در جهان دعوت کرده بودن که با این بیمارستان یا این دانشکده پزشکی در حقیقت همکاری کنه و با عیز و التماس و دادن امکانات بیش از حد به یه شخصیت بزرگ علمی جهانی به نام پروفسور عاملی که متخصص مغز و اعصاب بود و این رشته های پزشکی در 50 سال پیش مثل امروز نبود که اینقدر گسترده باشه. مثلا ما تو همین مغز و اعصاب امروز مثلا بخش نوروسایکولوژی و زیر مجموعه هاشو داریم. به هر حال از این بزرگمرد علم دعوت کردن، امکانات در اختیارش گذاشتن، او و همسرش رو هر دو رو آوردن در ایران و به عنوان رئیس دانشکده و رئیس دپارتمان و ایشون اونجا ضمن تدریس و گاهی هم عمل جراحی یکی از مراکز مهم همین مغز و اعصاب بود که در کنارش یه مرکز ایزوتوپ هم داشتن که اینم یکی از مدرن‌ترین مراکز ایزوتوپ بود که عکسای فلان بگیرن و اینا. و
این آقای اونجا شاگردان زیادی رو پروفسور عاملی تربیت کرد، از جمله پروفسور عباسیون که امیدوارم هر کجا هست سلامت باشد و دستان پرشکوهش پرکارتر از همیشه، چون این جراحی پزشک واقعا جراحی به اون دستای پرقدرت نیاز داره. و این آقای پروفسور سمیعی هم مرد جوانی بود که در این رشته در حقیقت تلمذ میکرد به قول قدیمی ها و درس میخوند و جز شاگردان خوب بود. خب این رشته ها رشته های محدود بودن و تعداد شاگردهایی که داشتم محدود بود، ولی من دقیق آقای سمیعی رو در اون بیمارستان داروشکبیر و کلاس های درسش به یاد دارم، چون خودم اونجا شاغل بودم در بخش حسابداری و در نتیجه اینا برای حقوقشون و اینا به هر ماه یه دفعه گاهی به ما مراجعه میکردن، گرچه که حقوقا رو مستقیم به بانک میریختیم و نیازی نبود که بیان حسابداری و اینها و مستقیم به بانک میرفتن، ولی گاهی اتفاقی میفتاد اینا سری به حسابداری هم میزدن و من چندین بار این آقای سمیعی رو اونجا دیده بودم. بنابراین این رفتاری که میکنه ربطی به دانشش نداره. او مرد در کار خودش باسوادیه، مرد دانشمندیه، جراح درجه یکیه. اخلاقش اینه، تن میده به آخوندا بدون اینکه فکر کنه که مردم در ایران چه میکشن، حتی همشهریای خودش در رشت چه میکشن. حالا یه داستانی اتفاق افتاد، بذار اینو با هم دیگه نگاه بکنیم. من نباید این کارو انجام بدم، باید فکر کنم اینو همیشه نگه دارم اینجا. بذارید ببینم میتونم. خب همونطور که روی تصویر میبینید، اونایی که رادیو رو دنبال میکنن در حساب توییتر نوشته پشت پرده دستگیری عباس ایروانی و شرکت عظام. چند سال پیش عباس ایروانی برای ساخت کلینیک مغز و اعصاب به مجید سمیعی در تهران زمینی را در منطقه 22 به مبلغ 11 میلیون تومان میلیارد تومان از شهرداری تهران خریداری و به نام مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا میکنه، همان مؤسسه خیریه معروف همسر قالیباف. خب میدونی که این روزا قالیباف دیگه سکش از رونق افتاده، ظاهرن این مشهدی که پسرخاله مشتبه هم هست، یعنی زن خامنه‌ای خالشه، ولی ظاهرن سکش از رونق افتاده و سکای خامنه‌ای همه به پاچش حمله کردن و شروع کردن به پاچه گیری. اون که متهم به فساد خودروسازیست میگه اطلاعات سپاه میخواست اموالم را از من بگیرد و من اموالم رو به اونها بدم، به جمهوری اسلامی بدم. از دیگر فعالیت‌های ایروانی ایجاد پروژه تفریحی 1001 شهر، پارک آبی کیش و پارک آبی اوشون بوده. اوشون یعنی همون اوشون فشن، یه پارک آبی درست کردن. خب ما زیاد اطلاع نداریم. ایروانی در خصوص فعالیت‌هایش نوشته نیت این جانب در انجام تمام این امور رضایت خدا و خدمت به خلق همراه با کسب روزی حلال بوده. البته این نیت ایروانی و فعالیت‌های خیریه‌اش. او مانعی به جریان افتادن پرونده‌اش نشده. حالا در اسفند 1402 وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داده و خبر از بازداشت این متهم فراری داده است. اما واقعیت اینجاست
در تمام مدت این 6 ماه که عباس ایروانی احضاریه و حکم جلب ارسال شده، او به فراری و متواری و مخفی هر روز، به در حالی که مثلا حکم جلب برش ارسال، او نه فراری و متواری بوده و نه مخفی، هر روز به محل کارش می رفته، شبها نماز مغرب و عشا را گاهی در مسجد امام حسن خیابان شریعتی تهران و حتی گاهی در دفتر علی خامنه‌ای می‌خواند. عباس ایروانی شاید نابغه اقتصادی باشد، اما شمه قوی خوبی ندارد که اگر داشت می‌فهمید نظر آقا چند وقتی است از محمد باقر برگشته. خامنه‌ای سیاس و زرنگ است. او بیش از همه فهمیده محمد باقر باختایش زیاد شده. خامنه‌ای هم اهل شرط بندی روی اسب بازنده نیست و چه بسا در یکی از همان نمازهای جماعت مغرب و عشا به ایروانی گفته که بی خیال من باقر بشو. اما عباس آقا همبازی خود را رها نمی کند و هزینه فعالیت تبلیغاتی ستاد قالیباف را هم می دهد و همین گاف از او یک متهم فراری می سازد و شبانه سربازان گمنام امام زمان به خانهش می روند و با دستبندی به او می فهمانند که خلاف فرمان عمل کردن عقوبت دارد. پرده دوم، فرقه حجتیه یا مصباحیه که از نظر اندیشه و کردار مثل طالبان بلکه بسیار بدتر و نفهمتر از آنها هستند، برای یک دست کردن تمام ارکان حکومت تنها مانع جدی که در مسیر خود می‌بینند شخص قالیباف است. او به قول خودش نو اصولگرایی است که اگرچه محبوبیت مردمی ندارد و ملت همچون سایر عمال حکومت به او علاقه ای ندارند، ولی عیب بزرگی که از نظر فرقه مصباحی دارد این است که متجددتر است، از آنهاست و برای متجددتر از آنهاست و برای برخی از لوایح نفرت انگیز آنها مثل حجاب اجباری، صیانت اینترنت مشکلاتی ایجاد کرده. لذا حجتیه‌ای ها دنیای بدون حضور سیاسی قالیباف را دنیای قشنگ تری از دید خود می دانند و به نحوی به طور مستمر زیراب او را پیش خامنه‌ای زدن. اکنون گذشت زمان مشخص می کند چه کسی از این دو برنده می شوند. البته ایروانی در یک ادعای دیگر هم گفته که اطلاعات سپاه در زمان طائب از او خواسته که بخش عمده اموال خود را به آنها بدهد و با استنکاف وی از این کار پرونده سازی سنگین برای وی کلید خورده است. آنچه که قطعی است این است که از نظر ملت ایران تنها راه بهبود و اصلاح حکمرانی سقوط فوری خلافت فاسد ولایی و جایگزینی آن با یک نظام دموکراتیک و آزاد است. ایروانی که خیلی وقت زندان دادگاهش یادم چند سال پیش بود. خوشخدمتی عباس ایروانی که زمین برای همسر قالیباف خرید که مؤسسه خیریه امام رضا را دایر کند جواب نداد. تا جایی که من میدونم زمین بیمارستان به مساحت 35 هکتار به صورت 99 ساله به مؤسسه داده شده و بیمارستان فاز اول ساخت و ساز است. پروفسور سمیعی هم متخصص تعمیر و نگهداری آخوندهای آدمخوار با 45 سال سابقه کار مفید داعشی.
خب میدونی که این داستان به اون ماجرای اون آهن فروش معروف رسید و مسائلی که پیرامون اون بابا ایجاد کردن. اکنون یه دادگاه اونم بیچاره رو گرفتن، سالهاست که در زندانه، برای اونم پرونده سازی کردن و کلی اون رو هم در حقیقت آزاد دادن، اموالش رو گرفتن، از حیز انتفاع انداختن و اینا واقعا فاسدن. یعنی هر چی بیشتر جلو میریم متوجه میشیم که چگونه فساد در این دستگاه نفوذ داره و گسترده تر از دیروز شده. راجع به این حجتی هم من فهم میکنم جز اون کسایی بودم که اون اول که این تلویزیون ها شروع شد یه سری برنامه مفصل راجع به حجتیه، تاریخ پیدایشش، نحوه نگرشش اینا گفتم. کسی اون روزا توجه نمیکرد تا اینکه داستان احمدی نژاد پدید اومد و به قول فرنگی ها این داستان وایرال شد و همه راجع به نمیدونم حجتیه و اینا حرف زدن. حجتیه اسم دومشونه. اسم اولشون بود سازمان تبلیغات و تتبعات اسلامی. چون سازمان تبلیغات اسلامی در حقیقت سازمان انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی در سالهای 1320 که مملکت از زیر فشار پلیس سیاسی، اختناق سیاسی که رضا شاه محکوم به اجراش بود برای اینکه میخواست مملکت رو بسازه و هر کسی از یه گوشه صدایی بلند میکرد و اینها، که من معتقدم کار انگلیسا بود و من عقیده دارم که خانواده پهلوی رو دوستان نپذیرفتن حرف من رو، ولی من عقیدم اینه که انگلیسا با این خانواده حال نمیکردن. گرچه بعد میگی که خب بعد خودشون آوردن رضا شاه رو، امکانات سرپا شدنش رو به وجود آوردن، سید ضیا که مأمور خودشون بود و یادش گرامی باد، آقای همه اسمها کلم میپره تا میام اسمشو بگم از سرم میپره، آقای الهی رفت باهاش یه گفتگوی مفسر کرد، روزنامه‌نگار بزرگ ما در تبعید، و ازش پرسید که آیا تو واقعا سید ضیا رو میگه واقعا مأمور انگلیسایی، و او هم پاسخهایی داد مبنی که هم آره و هم نه، و بالاخره یکی به این و یکی به اون زد. و میگه که خب اگر که اینجوری پس چرا خودشون آوردن رضا شاه رو، انگلیسا آوردن؟ میگم آره آوردن، برای اینکه راه دیگه ای وجود نداشت و بایستی که بالاخره داستان قجر رو پروندهش رو میبستن. و یاد باشه که ما داریم وارد جنگ اول میشیم و ماجرای جنگ اول هست و همه مکافاتهایی که از پای اون میاید، بنابراین قاجار پروندهش تعطیله. چه کسی میتونه این کار رو بکنه؟ یه افسر قلدر، یه افسری که آوازش پیشیده و رضا ماکسیم. ماکسیم اسم یه نوع مسلسل روسی بوده و مثل کلاشینکوف و این چیزا، و این در اون در تیراندازی با مسلسل ماکسیم نمونه بوده، خیلی در این کار تبحر داشته رضا شاه، به همین دلیل معروف شده به رضا ماکسیم. و خب از در میدونیم که از درجات پایین شروع کرده، روزگاری وقتی 14-15 سالش بوده که در حقیقت همراه مادرش به تهران اومده و اون قصه هایی که تعریف میکنن در موردش که حالا الان راجبش نمیخوایم حرف بزنیم،
دایی بهش میگه که آقا برو الان قزاقا دارن استخدام میکنن، حقوق مکفی میدن، جای خوبیه، تو هم برو اونجا، چرا در به دری هر روز این ور به اون ور کارگری و اینها، برو اونجا. و این هم میره و در قشون قزاق استخدام میشه. خب طبیعتاً چون سواد درست و درمانی نداشته از شغلای پایین شروع میکنه، مهتری اسباب و اینها، ولی با سرعت لیاقت خودشو نشون میده. اینکه سر خدمت چگونه حاضر است و چطور میاد سر کار، به همین دلیل رشد میکنه. و انگلیس ها هیچ چاره ای نداشتن و جز اینکه برن سراغ این، پس بنابراین اینو میارنش سر کار. اما وقتی متوجه میشن که او صاحب یه آدم ایران دوسته و هیچی براش مهمتر از اطلاع میهن نیست، خب زیاد خوششون نمیاد. و این هم در حقیقت از اونجایی که هیتلر خودشو آریایی معرفی کرده و کشور آریا و ایرلند و نمیدونم از این صحبت‌ها رو مطرح میکرده، خب در اون روزگارم که در حقیقت اینها به دنبال تقویت ملی‌گرایی بودن، به تقویت یک دولت مقتدر مرکزی، خب بایستی که و میبینی که آدم‌هایی که در کنارش قرار میگیرن، یکی که آدمایی که در کنارش قرار میگیرن، همه آدمای ملی هستن، آدمایی که ایران براشون مهمه، ایرانی بودن براشون ارزشه. و اینکه ایران رو که پرژیا نامیده میشده، پرزیس پرژیا نامیده میشده، رسما به ایران برمیگردونه. سیاستمدارانی که میان و سازمان ملل رو به عنوان مجمع ملل، مجمع بین الملل ملل بنیان میگذارند در سان فرانسیسکو و در حقیقت آدمایی مثل علی اکبرخان سیاسی، مثل فروغی، مثل علا، اینا در حقیقت کسانی بودن که در سان فرانسیسکو بنیاد سازمان ملل رو پایه می ریزن. یه چنین شخصیت هایی رو ما تو اون مملکت اون در عصر رضاشاه داشتیم. خب رضاشاه برای رسیدن به این اهداف خوبش که می بینی که چون پیروزم ظاهرن، آره دیگه امروز چندومه؟ 25. دیروز 24 اسفند بود، یادش باید گرامی می داشتیم زاروز تولد رضاشاه بزرگ رو. خب وقتی نگاه میکنیم اینه که رضاشاه نداریم مثل رضاشاه، نیست مثل رضاشاه تو تاریخمون، که چه تحول بزرگی رو ایجاد میکنه. چرا نادرشاه، نمیدونم اون دیگری، اون دیگری، هر کدومشون از پادشاهان ایران، یعقوب لیث، نمیدونم علیه حکومت خلفا قیام میکنه، زبان فارسی رو در حقیقت زبان میدونه، زبان عربی رو نمیپذیره و به نام خلیفه سکه نمیزنه، هر کدومشون یک کار مهمی رو انجام دادن. اما هیچ کدومشون مثل رضاشاه به امور مردم رسیدگی نکردن. و شما نگاه میکنیم اینی شناسنامه، نمیدونم بهداشت، آمار، دانشگاه، مدرسه، وزارت آموزش و پرورش، راهسازی، خیلی کار انجام میده، خیلی کار انجام میده، از 1304 تا 1320، 16 سال کمتر از 16 سال البته، خیلی خدمت میکنه. خب یه همچی آدمی
تحمل نمی کرده نق و نقو. چرا؟ که یه جای دیگر رو نگاه می کرده، یه هدف دیگر رو پی می گرفته. به همین دلیل کلمه کبیر حق رضا شاه کبیر است، برازنده رضا شاه است، رضا شاه کبیر. خیلی کار کرده، میرفته میستاده بازی میکرده دنبال. نه مثل این اولاغا دستور بدم نهار خوردی؟ به شما نهار دادن؟ وقتی پل ورسک رو درست میکنن، افسر هلندی و آلمانی و اینها که در این داستان ها نقش داشتن، میبره بهشون میگه آقا بچه زن و بچه خود سوار کنین رد چیم بریم ببینم رد میشین این پله. حالا میگم برده گوشته زیر پل، که من فکر نمیکنم چی کاری کرد، ولی اون روایت سوار کردنشون بر قطار بیشتر قابل پذیرشه، چون اینا مکتوب که نیستش، که اینا روایت نقلی و قولیه. به همین یعنی صفر گرفته بوده. پلیس سیاسی اینا بعدن نکنال میکنن دیگه، میگه که ما برای عروسی دخترممون باید میرفتیم کلانتری، وزیر، وزیر مملکت میگه من برای رفتن عروسی خونه عمم بایستی که میرفتم کلانتری، از پلیس سیاسی اجازه میگرفتم که شرف عرضی بگید آقا من دارم میرم عروسی خونه عمم. هیچ توطئه‌ای در کار نیست، هیچ کاری خلاف حکومت نمیخواد صورت بگیره. تا این حد شرایط سخت و تنگ بوده. حالا رضا شاه میره، مملکت اشغال شده، خرط و خر شده، سربازای آمریکایی تجاوز میکنن، سربازای انگلیسی تجاوز، روسا صد مقابل بدتر عمل میکنن، اموال مردم رو میگیرن، گندم مردم رو برمیدارن، تولیدات کشاورزی مردم رو غارت میکنن، به زن و بچه مردم تجاوز میکنن، هر کی دلشون میخواسته بی‌ناموسا میکشتن. در یه چنین فضایی محمد رضا شاه به سر کار میاد. فضا آزاده، تعداد روزنامه ها، وکیل الدوله ها، هر کدومشون یه روزنامه داشتن علیه اون یکی وکیل الدوله دیگه، هر مزخرفی رو که دلشون میخواسته منتشر میکردن. در چنین شرایطی انجمنهای گونا، چرا؟ چون ما تو فضای مشروطه هستیم، هنو 20 سال 30 سال هم مشروطه گذشته، هنو دور نیستیم از مشروطه، از فضای مشروطه دور نیستیم. چنان که مثلا امروز که 40 چند سال از انقلاب 57 میگذره، خب میبینی که یه عده آدم ها هستیم که اون فضا رو یادمونه چه اتفاقی افتاد. آدمی مثل مصداقی میتونه کتاب راجبش بنویسه، قدم به قدم چه بلایی به سر ما اومد، چگونه وزارت دادگستری رو نابود کردن، مهمترین بخشی که رضا شاه درست کرد، عدالت خانه و ویرانگرانش، اسم کتاب مصداقی است. خب اون دورم مردمان مشروطه بودن، یادشون بوده و فضا درست شده بوده، انجمنهای مختلف درست میشه، از جمله بیشترینش انجمنهای اسلامی بوده، انجمن مبارزه با مسکرات، انجمن مبارزه با نمیدونم مخدرات، مسکرات یعنی عرق‌خوری، مخدرات یعنی سیگار و دودیجات، انجمن نسوان، انجمن مخالف با نمیدونم آزادی زنان، هر نوع شما بگی یه داستانی وجود به وجود میاد خود به خود. از جمله اینها انجمنهای اسلامی است که یکی از قوی تریناشون انجمن تبلیغات اسلامیه که از دل اون انجمن تبلیغات اسلامی سازمان وحدت نوین جهانی به وجود میاد، شازده عشمت سلطان دولتشاهی روح شاد، که اندیشه نو رو میاره و در حقیقت با موضوع تلفیق دین و دانش، وحدت ادیان
و اینکه آقا همه همون داستانی که امروز تو جامعه حرفشو به راحتی میزنه، همه راهای یکیه. داستان ما اون هفته پیش داستان شاهین جامعه رو برات پخش کردم، بذار ببینم همینجا جاشه یه بار دیگه ازش تشکر کنیم و این فیلمشو بتونیم پخش کنیم برای شما، خیلی هم خوب خواهد بود. و از جمله گفتم، از جمله این انجمنها که ایجاد میشه، یکی هم انجمن تبلیغات اسلامی بوده که بذار اینو پیداش کنم. پیداش ماشاءالله انقدر خوشتیپ هم هستش که زودی میشه پیداش کرد. حرفاشو گوش بدیم بعد بریم. بذار اول حرفای عبدی رو گوش بدیم، اینم موضوع جالبی است. بذار حرفای اکبر عبدی رو اول بشنویم، بعد به سراغ شاهین جامعه خواهیم رفت و اون رو از یک نگاه دیگر. از اسلام فقط الان لواتش مونده تو این مملکت. اون میگه ملاعبه شده، اون میگه دخول شده. برای طلبه نمیدونم جایز اصلا بره لواط بکنه. ولد زن و مملکت ما از چیه اصلا اشتریه رو بردیم داریم دست یه مش چونی میشه همچین چیزی؟ از اسلام فقط الان لواتش مونده تو خب. این حرفای اکبر عبدی بود، شنیدیم با هم دیگه. حالا بریم حرفای شاهین جامعه ای رو بشنویم و برگردیم درودی به رضا شاه بفرستیم. هدف همه ادیان الهی رسیدن به خداست، یعنی توحید. همشون بهشت جهنم رو قبول دارن، همشون نبوت رو قبول دارن، همشون میگن دزدی نکنید، به پدر و مادر خوبی کنید، دروغ نگید، ریا نکنید و این حرفا. پس چرا همشون سالها و قرناست که با هم میجنگن؟ جواب یک کلمه است: دین فروشی. یعنی چی؟ مثالش ساده است. شما میخوای از تهران بری شمال، بری بابلسر، شما میتونی جاده کندوان برداری، از حراز بری، از فیروزکوه بری، یا اصلا بری از رشت، از رشت بری بابلسر. مسیرها مختلفه، مقصد یکیه. حالا چرا اینا شما رو میخوان از مسیر خودشون ببرن؟ چون پمپ بنزینا و مغازه ها و رستوران ها اینا تو اون جاده مشخصه. میخوام شما پولتون رو تو جاده اینا خرج کنید، نبرید تو جاده اون یکی خرج کنید. واسه همینه که سالها دارن با هم میجنگن، واسه همینه میگن هر کس از جاده ما بیاد رستگار میشه. چی؟ میخوان جیبتو بزنن. ها دادا، اسکلمون کردن اینا سالها. خب این مال یه تجربه 40 چند سال نظام نکبت اسلامیه. اما وقتی در سالهای 20 هستیم و یه مملکتیه که فعلا ملاها درش حضور دارن علیرغم تلاشی که رضا شاه میکنه و به حال از اینا زیاد شنیدیم که یخشو میگیره میگه چیکاره ملا، چیه برو مدرسه درس بخون یا درس بده، ملا که کار نیست اینا. و زنا آزاد میشن، چادر از سر زنا برمیداره، راه رو باز میکنه، زنا وارد اجتماع بشن اینا. داشتم راجب حجتیه میخوام هنوز حرف بزنم. در این شلو پلوغی ها انجمن تبلیغات اسلامی درست میشه و بعد داستان کودتا و باستان میایم جلو و سالهای 20 و ماجرای مصدق و از این حرفا. یه آدم یا خوندی این وسط به نام شیخ محمود علوی که میره اول طرفدار مصدق و ملی شدن نفته، بعد میچرخه میره با کاشانی، دوباره برمیگرده میره سراغ حزب توده و بعد مجبور متواری و فراری به مشهد، چون نوغونی بودن دیگه، این میره اونجا و دوباره فرار میکنه میره کرموشا قایم میشه، ولی یه ذره که اوضاع آروم میشه برمیگرده و انجمن تبلیغات اسلامی رو تغییر نام میده به انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی، یه تتبعات بهش اضافه میکنه. پس
پس انجمن اسلامی تبدیل شد به انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی. حالا این موقعیه که فلسفی و اون دار دسته آخوندا و بعد از 28 مرداد و کاشانی و اینا محمد رضا شاه و مادر محمد رضا شاه علی خصوص دائم در گوش پسر نق می‌زده که راه پدر غلط بوده، آقایان و آقایون رو باید نگه داشت، این آقا سید اولاد پیغمبره، اون آقا لباس پیغمبر تنشه و از این خرافه ها و اینا. و میدونی که بعد از داستان 28 مردادم در حقیقت میر اشرافی که یه آخوندی بوده و میپره پشت میکروفون و الو الو این صدای ملت ایران است رو از رادیو پخش میکنه و صاحب یه دفترخونم بوده، دفتر اسناد رسمی و اینا که بگذاریم. و میر اشرافی که به ملکه مادر نزدیک بوده، حتی تا اونجایی پیش میرن که میگن که همسر ملکه مادر شده و او هم در حقیقت در این داستان نقش داشته و سفره ابوالفضل بندازن، هر روز از این داستان ها توی کاخ برقرار بوده. بعد هم داستان زندگی خصوصی محمد رضا شاه از همسر اولش فوزیه و دختری که فرار میکنه و برمیگرده از یه خانواده اشرافی با کارچنگال غذا میخوردن، نخلوبیا رو با کارچنگال میخورده، حالا اومده توی خانواده سنتی، گرچه که پادشاهن ولی فرهنگشون فرهنگ سنتیه، نه پذیر و فرار میکنه و میره و محمد رضا شاه یک دختر دیگه از خانواده اسفندیاری از لورها پیدا میکنه، خانواده بختیاری در حقیقت همسرش میشه و با این زن تا آخر عمر عشق میکرده و واقعا عاشق بوده به ثریا. اونجور که کتابا ما که نبودیم، حالا نگه آقای تقی‌زاده که آقا هر کی تخت بازی کرد فقط حق داره حرف بزنه، این مزخرفات یه وقت نگه آقای تقی‌زاده، ولی اونجور که کتابا تعریف میکنن که حتی براش یه سهمیه تعیین میکنه، حقوقی پرداخت میشه به ملکه ثریا. دختر زیبا بوده، زبان فرانسه بلد بوده، شاه هم خب هم انگلیسی بلد بوده، چون پدر از 12 سالگی تا 17 سالگی 5 سال بهترین دوران یادگیری رو این بچه رو فرستاده به سوئیس و معلمای خصوصی و غیره و زالک، و این جوان هم انگلیسی بلد بوده هم فرانسه بلد بوده، 4 کلمه هم آلمانی که البته بعدا اونا رو همه رو فرانسه و اینا رو تقویت میکنه، فرانسه بلد بوده، انگلیسی بلد بوده، آلمانی بلد بوده و با این دختر میتونست فرانسه حرف بزنه و خانواده که فرانسه نمیدونستن، چون اشرف التماس میکنه که همراه برادر به سوئیس بره، پدر نمیذاره و اون تارهای مذهبی بهش اجازه نمیده، علارغم همه کارهای خوبی که اطرافیانش بهش حکم میکنن مثل تیمورتاش اینا در مورد زنها انجام بده. بگردم به داستان انجمن حجتیه. این آقا بعد از داستان حضرت القدس و آتیش زدن و خراب کردن و روزنامه ها در موردش نوشتن و اینها میاد و این انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی رو اضافه میکنه ضد بهائیت. پس انجمن تبلیغات اسلامی تبدیل شد به انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی ضد بهائیت. حالا ما وارد سالهای 40 شدیم و قائله خمینی و پیدا شدن ماجرای چریکای شهری و همون قصه های چپ و نمیدونم کمونیست و این حرفا و مبارزه با کمونیسم و این داستان ها سلوحه قرار میگیره و میبینیم که حتی مثلا حسینی ارشاد درست میکنن برای جذب جوان ها.
و این انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی ضد بهائیت شروع میکنه در سطح دبیرستان ها کار کردن و جوانایی که همسن سال من هستن شاید به یاد بیارن که یک کارتای خیلی شیکی رو کارت درجیه که براق و اینا با خط نستعلیق زیبا تحت عنوان برادر ارجمند بعد خالیه، از جنابالی دعوت می شود که در روز سه‌شنبه به تاریخ خالیه در منزل خالیه به آدرس خالیه تشریف بیاوری. و بعد اونا رو آدمه که معلوم می شد که یکی از همینا مثلا فرض کنید که خیلی ها هستن خانواده گرمکی بودن که بعدن در وزارت خارجه به درجات رسیدن و اون خانواده دیگری که مدتی هم یکیشون رئیس صنایع کوچک شد، مولکول صنایع کوچک شد، یه برادر دیگش یه دوره‌ای سفیر ایران در ژاپن بود، بعد یه دوره‌ای معاون اقتصادی وزارت خارجه بود و دوره‌ای که چه می‌دونم هم بنی صدر یه دوره‌ای بود، هم قدزاده و اینها و همطور یاروی ولایتی و همجوری بگی بیا جلو، اینا اونجا فعال بودن و مثلا اینا تو خونه شون همین می نوشتش که پس تاریخشون پر می کرد، اسم آدم از سعید بهبانی رو پر می کرد، برادر ارجمند سعید بهبانی، آقای سعید بهبانی سعید با خودکار می نوشت، منزل آقای فلانی رو با خودکار می نوشت، آدرسش هم با خودکار می نوشت، بقیه چاپ شده خط نسلی و این نامه رو پست می کردن به خونه شما. و وقتی مثلا من از مدرسه خاک و خلی و با کفش پاره و شلوار پاره و اینا می اومدم، مادر یهو می گفت بیا آدم شده برات کارت اومده، ذوق می کردم که تا دیروز فقط برای پدرم نامه می اومد، به اسم پدرم نامه می اومد، پس من چه شخصیت بزرگی هستم که امروز برای من هم نامه می آید. و بعد دعوت می کردم بریم و اینکه خونه باهایی ها کجاست، باهایی ها کی هن، چجوری بریم بزنیمشون، دعوا کنیم، کتک بزنیم، این چیزا. من هرگز شرکت نکردم، این رو هم اضافه کنم، من هرگز شرکت نکردم. تصادفا در همون دوران دوستان باهایی داشتیم در مدرسه که من بهشون خیلی نزدیک بودم و علی رغم این که مثلا از کلاس بیرونشون میکردن اینا، ولی من باهاشون نزدیک، ولی این کانسپت رو میخواستم تعریف کنم و دولت چگونه، یعنی دستگاه امنیت این رو بهترین میدونه. چون یه جوونی که فرض کنید که به جای اینکه ذوق داره دیگه، هر جوونی کله شور داره، خب به جای اینکه بره کمونیست بشه و چریکی شهری بشه، خب بیاد اینجا بره شورش رو با دعوا کردن با بهائی قالی کنه، سنگ بزنه شیشه خونه بهائی، همون حالو میده دیگه. تو میخوای شهرو بشکنی، حالا چه فرق میکنه شیشه بانک صادرات بشه یا شیشه خونه ابراهیمی بهائی باشه، برای تو فرق نمیکنه که. و دستگاه حاکم ساواک به اینا پا میداد، را میداد. برای همین بود که وقتی هم که انقلاب شد اینا دوان دوان اومدن رفتن سراغ خمینی که بله ما همه جا امکانات داریم، دستگاه جاسوسی داریم، فلان. خمینی راشون نداد، برای اینکه اون یارو شیخ محمود رو میشناخت، سرسلسلهشون رو میشناخت، نپذیرفت اینا رو، با سختی یکیشون رو میورد به اجبار. ولی وقتی خمینی مرد، خب یا آدم بی شخصیتی، یه روزخون، یاد باشه از اینجا شروع کردم که اینا روزخون بودن و ما امروز لفظ روزخون رو دیگه نمیشنویم.
یعنی که روزخون بار منفی داشت. اینا تبدیل کردن به حجت الاسلام، حاج آقا نمیدونم فلان. یعنی روزخونن در حقیقت. و چون این بابا بی شخصیت خامنه‌ای، صاحب نفوذ نیست، مثل رفسنجانی نیست. رفسنجانی از پیش از انقلاب برای خودش دار و دسته داشته، با نمیدونم مجاهدا کار میکرده، حتی با فدایی ها کار میکرده، پول براشون از تو بازار جمع میکرده و از این کارا میکرده. رفسنجانی یه آدم سیاسی بوده در حقیقت، زندان رفته، فلان رفته، ولی این نه، یه آدم بی شخصیته. اون یکی هم بی شخصیت ها، نفع اشتباه نگیری حرفمو، همه اینا دشمن مردم هن. همه اینا خائن هن. همه اینا به آرمان ایران خیانت کردن، به مردم ایران خیانت کردن. لعن و نفرین بر تک تکشون باد، اشتباه نگیری. این روند تاریخ رو دارم میگم برای کارهایی که رضا شاه کرد. بعد چگونه در دوران محمد رضا شاه رضا شاه زدایی شد، چون کاشته بود این پنبه کرد، عاقبت اینا برنده شدن و پهلوی بازنده. و این حق مردم ایران نیست، قرارمونم این نبود. امروز اینا یعنی همون حجتیه، همون انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی ضد بهائیت، امروز وارد مجلس شده و چنان که در مورد سمیعی و اون داستان ساخت بیمارستان و اینکه قالیباف چه نقشی بازی میکنه و اینا، و میبینی که همه رو حمله میکنن و میگیرن و یوم البتر امروز برای جامعه ایران، برای که یکی از قشریترین احمقترین بخشای آخوندا امروز وارد دستگاه حکومت شده. اینا مثل رسایی اینا رو یه دوره بیرونشون کردن، صلاحیتشون رو تایید نکردن، از رو به استیصال خامنه‌ای مجبوره لاریجانی ها، خانواده لاریجانی، روحانی، رفسنجانی اینا رو حس کنه و بچسبه به این رسترین، کسیفترین، بیپرنسیبترین بخش آخونده و روزخونه، یعنی همه حجتیه. درست میگفت اکبر عبدی، یه مش لواتکار، از اسلام فقط همین لواتش مونده. ابراهیم می‌نویسه دوستان معصومه قومی کلاه که خودش رو نماینده و سخنگوی زن ایرانی معرفی میکنه، باز با حق بازی بعضی از قربانیان رو گرد خودش جمع کرده تا مناسبت 8 مارس برنامه داشته باشه. این ویدیو در اینستاگرام صدای آمریکا قرار گرفته. من با برنامه و مهماناش کاری ندارم. فقط برید سراغ کامنت ها، یعنی یه دونه کامنت مثبت براش ننوشتن. لینک این ویدیو در اینستاگرام، اینم عاقبت توهم و خود بزرگبینی و جفتک انداختن برای شاهزاده. بذار ببینیم. شاید خودتونم برای احترام به این زنان از جاتون بلند بشین.
هیچی نمیگم، به مناسبت روز جهانی زن، خود زن ایرانی قدرتمنده که میتونه برای شما بگه بر اونها چه گذشت، بر زنان ایرانی چه گذشت و چه آینده‌ای رو برای ایران متصورن. بذار از مرسد دستو شروع کنم. تو که میدونستی سپاه تو پیابونه اجازه بده بریم سراغ کامنت هایی که گفته بود، ببینیم که بخشی از برنامه فلان تبلت به مناسبت روز زن گفتگوی مسیح با گروهی از زنان. بعد راست میگه جاوید شاه، نمیدونم همینطور زنده باد خانم سپهری، فقط رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، جاوید شاه و جاوید ایران، رضا شاه دوم و خفش و پولی نژاد، نمیدونم از این حرفا. مبلغ جمهوری اسلامی و رأی به نفع اصلاحات شده مخالف. و همونطوری که ابراهیم به درستی اشاره میکنه، کامنت هایی که زیر این ویدیو که در اینستاگرام وایس آف امریکا هست همش نشان از این دارد. اینم بامزه است، با این از حضورت مرخص میشم، خیلی بامزه است. کوانتوم چیه؟ حرکت اتم. نظریه نسبیت شما از هزار نفر بپرسی بگی کوانتوم تکون میمانم ولی حرکت اتم این به اون چی میآوره تضاب داره، زورش نمیشه این تضاب کنه، این هم زورش تضاب کنه، تضاب زمین بیشتره اون میکشه پایین ثابت اینجا میده. حیرت انگیز، واقعا ما مردم عجیبی هستیم، از کجا به کجا رسیدیم. ولی من ایمان دارم که بر میگردیم. دیروز با آقای عزیز نازنین حسین ملکی صحبت میکردم مفصل و بهش گفتم، با اونم هم عقیده بود که ما بر میگردیم، ایران هست، ایران بوده، ایران هست، ایران خواهد بود. من هیچ وحشتی از آینده ندارم که فرض کنید که آقا وای بد میشه فلان میشه، هیچ اتفاق نمیفته، ایران زنده است، ایران میمانه. ما وارد یه دوران تلخی میشیم ولی بر میگرده. ببینید دیگه نخواهم چی کنم، همین الان بر میگرده که دیگه از زن مردم عکس نگیری. نه داد میزنم، داد میزنم، صدا من میره بالا تر بگیر پشت دفع لحظه کن کجا حروم زاده بی ناموسا حروم زاده ماجرای ما. ببین یه صحبتی هست که به قول زنده یاد مانوک، نسل شیک پاسارگادی،
این نسل واقعا متفاوته. این مثل اون بچه هایی هستن که تو دهه 60 به زندان رفتن، گرفتار شدن، اعدام شدن دسته دسته. ولی تو سالهای 60 رژیم دست بالا داشت، کسی جرأت نمیکرد بیاد تو خیابون. کمیته مهمونی داشتی تو خونت، کمیته میریخت. عزا گرفته بودی، کمیته میومد. تو خیابون راه میرفتی، کمیته بود. همش کمیته بود. ولی امروز این نسلی که اصل اینترنت، نسل اینترنت، مانوکشی میگم نسل شیک پاسارگادی، این نمیپذیره، زیر بار نمیره. ما میگفتیم زیر بار زور نمیریم الا اینکه زور پر زور باشه، ولی اینو شکنده، حاضر نیست تن بده، تحت هیچ شرایطی به این ماجرا تن نمیده. من خوشبینم به آینده. امیدوارم شما هم مثل من خوشبین باشید، ولی کار کنیم. همین که خوشبینم عملی صورت نمیگیره. باید فعلی صورت بگیره. هیچ فعلی بدون فاعل نیست. همه افعال یه فاعلی لازم دارن و ما راجع به همه اینا حرف زدیم، سخن گفتیم، سخن شنیدیم. دوره نشستن و اعلامیه دادن و اینا به سر آمده، دوره کاره، دوره عمله. و این نسل امروز در ایران نسلی است که عمل خواهد. به امید اون روز، به امید پیروزی مردم، به امید اینکه بتونیم دست در دست هم نهیم به مه و میهن خیشو از این ورطه نجات بدیم. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین نهایت سپاس دارم. برای شما خوبان در هر کجای این جهان پهناور هستی آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از اینکه همراهی کردی و ما رو در حقیقت از نظر مادی تنها نمیگذاری. متشکرم. ممنون.